یه روز من یه رسومی که به بچه ها شدیده بود بعد یه آقایی هم حالا اسمش رو نمیدونم یه آقای روحانی در سطح بالا تو یکی از سخنرانی بودش میگفت که روانشناسی انصافا مسئله انسان را خوب روشن کرده بعد یه چیزی بسیار اتوریته در اومد آدم ها از خودشون سوال نمی کنن که چی میگه چی گفته بعدا گفتن که قدیما اتوریته ها اتوریته های قدیمی به اصطلاح برکا بودن مثل مثلا شیخ عطار در همه شما پرسیدن که اگر یه جمله مفید ازش گفتید آیا میتونید یه جمله مفید از شیخ عطار نقل کنید ولی همه میدونید ستایشش نمیدونید چی گفته روانشناس های امروز مثل همین عرفای قدیم اتوریته هستن ولی چیزی رو روشن نکردن برای یه آقای روانشناسش گفت ما سعی میکنیم بچه قبل از اینکه دچار مسئله بشه اصلا مسئله ایجاد نکنیم یعنی قبل از آلوده شدن قرارش بدیم آیا به نظر شما تا زمانی که مقایسه وجود داره حرفهای از قبیل اینکه بچه رو دارش مثلا شخصیت پایه بشیم یا بهش محبت کنیم یا یه کاری بکنیم که مسئله من نشه ممکنه به نظر من غیر ممکنه وقتی ما بچه رو با یه بچه دیگه مقایسه میکنیم معنیش این شخصیت خودت اصلا به حساب نمیاد شخصیت خودت رو تبدیل به یکی کسی دیگه کن وقتی بچه رو مقایسه میکنیم بچه رو اسیر بدترین عامل ملامت چه باید ملامت کنه بچه وقتی اسیر درگیر مقایسه شد در هر وضعیتی باشه باید خودش رو مقایسه کنه با یکی دیگه و ملامت کنه که چرا من این مثل اون نیستم در هر وضعی یکی از همین مسائل اجتماعی ترسش اتوریته هاست ستایش اتوریته هاست بدونی که بدونی چی میگن چی گفتن من دلم میخواست از همین آقایی که میگه که انصافا روانشناسا مسئله انسان رو خوب روشن کردن سوال کنن که شما برای من روشنش کنید چی گفتن چجوری روشن کردن روانشناسی اصلا مسئله انسان رو روشن نکرد هیچ چیز رو روشن نکرد اگر روشن کرده شما یکیتون اگر پر روانشناس آشناسی بگید چی گفت روانشناس چجوری مسئله انسان رو روشن کرده روشن نکرد نه روانشناسا نه عرفای قدیم حالا مثلا موردی رو ولی ما همه رو فکر کنیم خیلی برجسته بودن اینا یه موضوعات پراکنده بود ولی میخوام راجع به یکی از فاجعه های اجتماعی صحبت کنیم اون مسئله اعتیاد یکی از بچه ها گفت که من معتادم دارم میخواد بشه اعتیاد رو بررسی کنم ببینم از کجاها سرچشون میده علتش چیه ما صبح که از خواب بیدار میشیم این هویت فکری رو میذاریم تو مغزمون تو ذهنمون رو وارد روابط میکنیم وارد فعالیت ها میکنیم حالا به نظر شما قوی‌ترین کیفیت حاکم بر هویت فکری چیه؟ یعنی اون چیزی که ما از صبح تا شب نگرانش هستیم و به اصطلاح دنبالش هستیم از هویت فکری چیه؟ مثلا ما دنبال ارزش ها هستیم آیا برای رفع پوچی تلاش میکنیم؟ مثلا من میرم سخنرانی میکنم برای اینکه پوچیم رو رفع کنم برای اینکه احساس ارزش کنم آیا
ریشه این فعالیت ها در ترس یا در احساس حقارت چه کیفیتی در هویت فکری ما را از صبح تا شب میچرخونه، این طرف این طرف میدن روابطی برامون تشکیل میده، برقرار میکنه چی؟ فکر میکنم متزلزل بودنش هستن، معلومه چی میخواد، یعنی نمیتونه بگیم حقارت میخواد، نمیتونه بگیم تشخص میخواد. نه، حقارت، آره، یعنی دنبال ارزش نیست. من میگم اگر که دنبال ارزش بود، هویت فکری، چرا اصولاً بی ارزشی ها رو به خودش نسبت میده، میداد؟ من فکر میکنم مهمترین شلاقه، بفرمایید، مهمترین شلاقه که هویت فکری رو حرکت میده یا آدم ها رو وارد رابطه میکنه، انسان هویت فکری رو وارد رابطه میکنه، این احساس افسردگی و پایین بودن و اونکیه و اندوهه و اینها ریشه در ملامت داره. اگر من دنبال ارزش بودم، فلان رفتارم رو به بی ارزشی تعبیر نمی کردم. جامعه یا این مصطلح اونجا، اصولا جامعه برای اینکه این تاکتیک ها و علائم دفاعی خودش رو رایج و کاربردی نگه داره، قوی ترین کیفیتی که به فرد تحمیل میکنه ملامت، البته مقایسه رو تحمیل میکنه، اندیشه موفقیت هم تحمیل میکنه، ولی همه اینها مبتنی بر همه اینها مستلزم اینه که انسان خودش که فرد خودش رو ملامت کنه، یعنی اینکه ملامت رو به عنوان یک شمدار نیرومند به انسان تحمیل میکنه تا انسان مدام خودش رو زیر سوال ببره و بدره برای چه جریان؟ من میگم برای کسب ارزش ها نیست، برای رفع اندوه و رنج. یعنی اینکه قبلا هم گفتیم که ارزش یک چیز اعتباریه، یعنی یک چیزی که من خودم به خودم نسبت دادم. فرض کنید که من در جواب اهانت یه نفر نمیزنم خوبوشش، کوتاه میام، خودم رو بی ارزش میدونم، بعد آیا من فردا دنبال رفع این بی ارزشی هم؟ اگر دنبال رفع این بی ارزشی هستن، چرا اصلا چیزی که وجود نداره به خودم نسبت میدم؟ وقتی که یه نفر به من اهانت میکنه و من پاسخه مثلا دندان شکنی به اون نمیدم، این دلیل بیارزشی نیست، خود من تغییرش میکنم به بیارزشی. حالا اگر من میخواستم این بیارزشی رو جبران کنم، اصلا به خودم نسبت نمیدادم، یعنی فردا من دنبال ارزش به اصطلاح تشخص نیستم، دنبال ارزش این ارزش نیستم که چرا باید مثلا فرض کنید که جواب دندان شکن به اون طرف میدادم. بعد از اینکه من خودم رو ملامت کردم، قوی‌ترین حالتی که در من ایجاد میشه احساس اندوه و پایین بودن روحیه‌ست، یعنی این یک واقعیته، افسردگی و ملالت یک واقعیته، ولی ارزش‌ها غیر واقعی‌اند. بنابراین ما از صبح که از خواب بیدار میشیم در صدد این که این ملالت رو که ناشی از ملامته یک چاره‌ای براش بیاندیشیم، میخوام روحیه پیدا کنم. شکل‌های مختلفی هم جامعه در اختیار فرد قرار میده برای اینکه روحیه پیدا کنه، یک نوع انرژی پیدا کنه.
انرژی های ما در تضاد ملامت خورده میشه، هدر میدن. بنابراین نیاز شدیدی پیدا میکنیم به اینکه برای رفع افسردگیمون یک مقدار انرژی در خودمون ایجاد کنیم. برای ایجاد این انرژی که هدفش رفع افسردگی و ملالته، در هر جامعه یه چیزهایی وجود داره. مثلا در کشورهای غربی فرض کنید که فوتبال، پول، دلار، نمیدونم شغل مهم داشتن انرژی میده به طرف. اگر من مثلا رئیس باشم یا در فوتبال یا یه مسابقه طرف رو بهش غلبه کنم، مقدار زیادی انرژی دارم ایجاد میشه. این انرژی اون اندوه و افسردگی من رو موقتا جبران. در بسیاری از جوامع، از جمله در ایران، این شکل‌های مختلف افیون وجود داره برای رفع این اندوه. یعنی تریاک یک انرژی کاذب، انرژی موقتی در شخص ایجاد میکنه. یه فردی در مثلا همین اجتماع ما روحیش پایین، تصادفاً که بگیم نه، معمولا در هر مهمانی میره میبینه که بساط منقل و تریاک برپاست و دارن تریاک باشه. این انسان هم روحیش باید. یک کلمه هم شنیده به نام نشه تریاک. معمولا آدم های تریاکی هم مثال این شعر مولوی هم که میگه زن که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شرم کس را سوخته، اصرار عجیبی دارن به اینکه دیگران هم تریاکی بشن. من این رو بارها دیدم. یه نفر مثلا دو سه بار تریاک کشیده بود، توی یه جنگ بود، تریاکی هایش اصرار میکردن که بکشن. گفت نمیخوام بکشن. گفتن تو چون قبلا دو سه بار کشیدی، اگر یک باره بذاری کلاس سکته میکنی. برای همین کسانی که بهش اصرار میکردن که اگر مثلا چهار بار گذشته کشیدی یک باره بذاری کلاس سکته میکنی، میگفتن حالا بکش، هر وقت دلت خواست اراده که داری بذاریش کنار. یعنی که مثلا میگفتم به 3-4 بار کشتر اگر یک بار بذاری کنار سکته میکنی، ولی حالا بکشتم مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه اون بکشه، بعد بذاریش کنار. یعنی اون موقع دیگه سکته نمیکنی، یعنی وقتی دو سال شد. و آن افراد اقدام میشن، مخصوصا جوان ها. یه جوانی وقتی که به سن مثلا 18، 19، 20 سال میرسه، قبلا توی یکی از کتاب ها توضیح دادم که شعور بدبختی و سرگردانی شد به دلیل رابطه ناسالم، محیط اجتماعی به بچه از کودکی تا 20 سالگی، همینجوری این بعض ارزش، دارهای ارزش رو ریخته توی اجتماع و همینجور به بچه تقدیم کرده، القا کرده که باید اینا رو جمع کنید، باید این مسابقه توی دانشکده، توی فلان، توی فلان جای پای پیدا کنید، یه ارزش اجتماعی پیدا کنید. حالا این جوان، سلام علیکم، این جوان به سن 20 سال مثلا رسیده و میبینه جای پای نداره، مقایسه هم در جامعه مثل یک شلاق پشت سرش هست، همه هم بازیاش و هم کلاسیاش رفتن دانشکده و
پدرشون یه مغازه برشون باز کرد، این شغلی نداره، دچار اضطراب میشه، دچار اندوه میشه، خودش رو ملامت میکنه که چرا همه رفتن دانشگاه من نرفتن، روحیش میاد پایین. این مستعد به اینه که آرومه بشه. توی جرمی هم رفته دیونه همه دارم تریار میشن، تحسین میکنن و میگن که خب تجربه نشده. این از قبل رو دیدش به دلیل ملامت پایینه و مستعد اینه که یه چیزی رو تجربه کنه که نشده. میتونم این افهمی معلوماتی که میفرمونی به پدر مادر رو به خاطر این که بچه از اجتماع عقب نمونه یه حالت اجباری داره که ملامتی ده که ملامت بکنم، منتها یه حالت مقایسه با ملامت خود به خود پیش میاد. اگه قرار باشه این ملامت نباشه چطوری بچه رو تشویقش کنم، ترغیبش کنم به کوشش کردن توی دبیرستان کاراش میده؟ شما هیچ یکی از کتابای منو نخوندید؟ چرا؟ من دا همه رو خوندم. پس چرا این سوال رو نخوندید؟ من خیلی روشن توضیح دادم که اصالت بچه، اصالت انسان کجا رفته. من برای اینکه مثلا زبان انگلیسی یاد بگیرم، برای اینکه کشف کنم که مثلا توی این کوها معادن چه چیز هست، برای اینکه ارگانیسم رو بشناسم، چه ضرورت داره که خودم رو مقایسه کنم با دیگران؟ چه ضرورت داره که خودم رو ملامت کنم؟ میدونید جامعه یک وضعیتی پیش میاره که بچه استعدادها، تمایلات، این شوق‌ها و خواسته های درونیش رو فراموش میکنه و اون وقت میفته فقط دنبال ارزش‌ها، بدون این که بدونه واقعا استعداد این مثلا فرض و معدن شناسی یا زبان داره یا نه، میفته دنبال مثلا یاد گرفتن زبان. اگر من استعداد و شوق ندارم چرا باید یاد بگیرم؟ جامعه من تحویل میکنه از طریق مقایسه و ملامت. پدر و مادرها فرمایشی شما رو من تو کتاب هم خوندم درست، من خودم شخصا تایید میکنم و میگم این کار باید انجام نشه، یعنی حالت مقایسه و ملامت و اینه. خب منتها مثلا مادرها میکنن این کار رو، هر کاری هم من داریم به شما که پدرید بمونید که مادر رو بمونید که مادر رو خودم میکنم این ملامت نکنید، مقایسه هم نکنید، مخرب. حالا بذارید تا من تموم بشه کل این ماجرا. این یکی از حالتهای انسان هویت فکری این که به دلیل همین ملامت هیچ وقت حالت روحی خودش رو به اون صورتی که هست قبول ندارد، میخواد اینو تبدیلش کنه به یک حالت دیگر. ما صبح که از خواب بیدار میشیم برای چی دنبال یه چیزهایی هستیم؟ برای اینکه اگر من صبح که از خواب بیدار میشم حالت وجودی خودم رو بپذیرم، اینو نمیخوام تبدیل به چیز دیگریش بکنم اون حالت هم. ولی ما معمولا اینطوریم که صبح که از خواب بیدار میشیم به دلیل ملامت و پایین آمدن روحیه میخوایم این حالته رو ازش فرار کنیم. این همیشه در ما وجود داره، یعنی صبح که از خواب بیدار میشیم قوی‌ترین محرک ما برای ارتباطات، برای رفتارها این که از این حالتی که داریم فرار کنیم، حالتمون رو قبول نداریم. بعد شنیدیم که تریاک یک نشئه داره، حالت انسان رو عوض. من جوان که مثلا 20 سالم میرم یه روز، دو روز، یه بس، دو بس تریاق رو تجربه کنم، میبینم که اون حالت روحیم، اون حالت پایین روحیم رو یه مقداری برد بالا. برای اینکه تریاق به طور عجیب انرژیزاست، انرژی در انسان ایجاد میکنه. من امروز دو تا بس کشیدم، انرژی خوبی
در من ایجاد شده، نشب شدن. ولی فردا دو تا عامل وجود داره. یکی انرژی مو پیشخور کرده هم مثل اینکه، یعنی یه مقدار انرژی کاذب دیروز در من ایجاد شده که امروز افت میکنه. اون حالتی که میشه بگم خماری، اون افت انرژی، یعنی انرژی ها رو من دیروز خوردم از طریق تحریک افیون و امروز دیگه ندارم، حالت خماری پیدا میکنم. نتیجتا فردا تجربه میکنم دوباره، یعنی پناه میبرم دوباره به تریاک. میبینم که درسته که یک مقدار امروز انرژی باز در من ایجاد کرد، ولی نشعه دیروز رو نداره، برای اینکه یک مقداری از انرژی های من به هر حال خورده شد. دو بحث رو میکنم سه بحث، فردا سه بحث رو میکنم چهار بحث، چهار بحث رو میکنم پنج بحث، و این مدام میره بالا تا جایی که اصلا دیگه دارم بالا میارم. این علت اعتیاد، یکی از عوامل اعتیاد اینه که من روحیم پایینه، شنیدم که تریاک روحیه رو بالا میبره و درسته امروز تجربه میکنم مقدار زیادی انرژی در من ایجاد میشه، ولی فردا چون انرژی های فردا و امروز خوردم، فردا به اطلاع اگر نکشم خمارم، چون انرژی ندارم بیشتر. یک عامل اعتیاد این جریان، یعنی جریان این که انسان میخواد خودش از چیز فرار کنه، از اون حالت اندوه، از پایین بودن و موفیه. یک علت دیگر پناه بردن به افیون زمانه، زمان آینده. میدونید هویت فکری یک پدیده همیشه ناقصه، معلقه. من خودم رو مثلا چهار تا کتاب نوشتم، ولی فکر میکنم که اون شهرتی که مثلا اریک فروم رسیده من نرسیدم، به اون شهرتی که الهی قنچه رسیده من نرسیدم، باید برسن به اونجا، به اون شهرت. اون شهرت چیزیه که در آینده باید حاصل کنم، ولی آینده برای من تجربه کردم که 60 سال، 70 سال هیچ وقت آینده برای من رضایت بخش نبود. به مقام الهی قنشویت که رسیدم دیدم که روحیم باز پایین. بنابراین من از زمان برام دو تا بُعد داره، دو تا بُعد متضاد. یکی تمام امیدهای من توی زمان، یکی به طور عجیبی از زمان وحشت دارم. یعنی اینکه من وحشت دارم که از حالا تا غروب رو چگونه بگذارم. اگر تنها قرار گرفته باشی میبینید که چقدر شما اگر یک ساعت هیچ کاری نداشته باشید، کسی دور براتون نباشه که براش صحبت کنید یا او برای شما صحبت کنید، تو خونه کتاب نداشته باشید بخونید، و اصلا تصمیم بگیرید خودتون با خودتون خلوت کنید. ببینید چقدر سخته، برای اینکه باید از زمان بگذارید. یعنی من از الان تا یک ساعت دیگه یک خلع در جلو هم دارم و بور این گرفتم که چگونه یک ساعت رو پی کنم. وحشت دارم. یکی از دلایل اینکه ما آرام نمیگیریم، یعنی وقتی که کسی رو نداریم باش صحبت کنیم، خودمون با خودمون صحبت میکنیم، برای اینکه از این زمان بگذاریم، از این خلق بگذاریم. یعنی ما نمیتونیم آرام به اون اندیشه یک ساعت آینده رو طی کنیم، دو ساعت آینده رو طی کنیم. باید یک عاملی پیدا کنیم که این یک ساعت، دو ساعت رو نفهمیم که چه بوریم، چجوری گذشت. و افیون یک چنین نقشی داره. من انسانی که یک ساعت آیندم وحشت دارم که چگونه از این یک ساعت بگذرم، چگونه صبح همو به شب برسونم، خب میدونم که در یه جمعی نشستم. اینجا جا هست، میان اینجا بشین.
از دانشون شده شده درست کنم. یه گروهی هستن که همه انرژی پیدا کردن و سرحالن، انرژی اضافی پیدا کردن، اضافی پیشخورد کردن انرژی هاشون. اگر توجه کرده باشید پای منقل آدم ها منقلیون به طور عجیب به حرف میان چون انرژیشون زیاد شده، مقدار زیادی فعال میشن چون انرژی ایجاد شده، یک مقداری ایدئالیستی فکر میکنن، یعنی که من انسانی که در حالت عادی خودم رو مقایسه میکنم با فلان نویسنده و میرم به جایی نرسیدم، فکر میکنم که امشب یک کتاب مینویسم که میزن رو دست کتاب فلان کس. نتیجتا میلم به اصطلاح استمرار این وضعیتی که من رو در غفلت فرو میبره، من رو در حالتی فرو میبره که از یک طرف نمیفهمم زمان چگونه گذشت، از طرف دیگه اون حالت عادی من که همش یأس بوده، یک عمر دویدم و دیدم که اون کتاب ایدئالم نوشته نشده، ولی در حالتی که انرژی فوق العاده در خودم احساس میکنم، تجربه میکنم، فکر میکنم در آینده اون کتاب ایدئالی رو خواهم نوشت. من اینو مثلا در پدرم دیدم. پدرم روزی سه بار تریاک میکشید و در فقر عجیب زندگی میکرد. موقع تریاک میکشید، ما بچه هم کشف کرده بودیم که وقتی که در حالت نشه و تریاک کشیدگی مثلا بهش میگفتیم که بابا برای ما مثلا یک شلوار بخرد، یک کرد بخرد، یک حتما بخرد، یک دو جرد هم برای بخرد، مثلا نون نداشتیم بکنیم، یک دو جرد هم برای بخرد و اون دروغه بود. حالت تریاکی من مثلا موقعی که تریاک کشیدم فکر میکنم که اصلا کوها رو میتونم تکون بدم، برای اینکه انرژی زیادی در خودم احساس میکنم، ولی فردا اون حالت خماری که یأس عجیبی به انسان میدم. من فکر نمیکنم هیچ تجربه ای آدم بچهش مونده باشه، ورشکست شده باشه، هیچ تجربه ای بدتر از تجربه خماری نیست. انسان احساس میکنه که دنیا مثل این که پوچه و آخر رسیده، یأس عجیبی است در خودش احساس میکنه. نتیجتاً برای فرار از این یأس رفته رفته همین به هی آلوده تر میشه، آلوده تر میشه، آلوده تر میشه. آدم تریاکی جرأت نمیکنه به جوانه به زندگیش و به واقعیت های زندگیش زنگر زن در باز کرد نگاه کنه. اصلا بعد از اعتیاد انسان مثل اینکه فقط یه کار داره و اون منقله، به هیچ چیز نمی اندیشه جز منقل. ایدئالیستی فکر میکنه ولی عمل نمی کنه. از صبح تا شب فکر میکنه چه ها خواهد کرد ولی فقط پای منقل بلو کردید های شروبر پای منقل. من فکر میکنم بدبخت‌ترین موجودی که وجود داره انسان تریاکی. من به خود توجه کردم که موردگرا نیستم، به این معنا که وقتی ملامت وجود داره و انسان روحیه‌اش پایینه، به هر چیزی که پناه ببره نقش تریاک رو داره. یعنی که وقتی که من روحیم پایینه و میام مثلا شروع میکنم به نوشتن کتاب با پیه بعد میرم مسندی رو میخونم، ماهیت کار من، یعنی انگیزه نهفته در پشت این نوشتن کتاب با پیه بعد همونه که به تریاد پناه بردم. یعنی این که مورد هیچ دردی رو دوا نمیدونه، باید ملامت متوقف بشه تا اندوه تبدیل به یک شوق و شور درونی خود به خودی و طبیعی بشه تا
انسان دست از این وسائل تقدیر کننده برداره. تا زمانی که ملال، ملامت و نتیجتا اندوه وجود داره، هیچ چیزی علاج درد انسان نیست. هیچ، به هر کاری من متوسل بشم اون اندوه وجود داره، موقتیه. من مثلا کتاب با پیر وقت نوشتم، شما همه تحسین میکنید، چرکی هم میزنید، ولی وقتی از اینجا رفتید بیرون باز من اون اندوه رو دارم. برای اینکه در ساختمان هویت فکری ملامت و نتیجتا اندوه نقش اساسی دارن، یعنی اینکه جامعه یا بگیم اصل انتباه به امر این تاکتیک ملامت رو ادعا کرده، به فرد تحمیل کرده، موفقیت اندیشه مقایسه و موفقیت هم پشتش گذاشته، برای اینکه فرد همیشه در حالت اندوه باشه تا مستمتک داشته باشه برای دویدن. دویدن به دنبال چه چیزی؟ به دنبال ارزش ها. یعنی از بی ارزش فکر میکنه به دنبال ارزش میدنه، ولی اینطور نیست. برای تخدیر اون حالت ملالتش میدنه به دنبال ارزش، ولی ارزش برایش مطرح نیست. جامعه هم این ملامت رو بهش تحمیل کرده تا یک وضعیت درنده داشته باشه، تا این ارزش ها حفظ بشن، پاور جامعه. اینو میخوام بگم که ما تا زمانی که خودمون رو ملامت میکنیم همیشه در رنج. رنج در هویت فکری باید دائمی باشه. اگر رنج نباشه، اگر من اسیر اندوه نباشم، انگیزه و کششی ندارم برای اینکه بدوم. و چون ندوم، هویت فکری تعطیل میشه. بازی هویت فکری تعطیل میشه. یعنی اگر من فلان رفتارم رو ملامت نکنم، مثلا به خودم نگیرم، نگم آدم حقیقی هستم و نروم به سوی تشخص، هویت فکری متوقف میشه. یعنی من همیشه باید به سوی یک چیزی بدم. بنابراین ملامت همیشه باید وجود داشته باشه، و تا ملامت وجود داشت داره محال من احساس شادی طبیعی بکنم. فقط به طور موقت یه کتاب می‌نویسن، برام چرت می‌زنن، بهبه می‌شنوم، ولی لحظه‌ای بعد دوباره اون اندوه وجود داره. من باید احساس اندوه کنم، باید احساس افسردگی کنم. این کسانی که کتاب می‌نویسن درباره چگونگی رفع افسردگی و اندوه و رنج و ملالت و اینها توجه ندارن که تا زمانی که جامعه مقایسه رو پیش و پای من گذاشته، با این هدف که من خودم رو ملامت کنم و با این هدف که از حقارت به سوی تشخص بدوم، محاله که افسردگی من هاورجا نباشه. محاله که یک شادمانی اولا عمیق و ثانیا پایدار و طولانی رو تجربه کنم. اینی که من در این مورد به خصوص مسئله تریاک رو به عنوان یک بلیه اجتماعی مطرح می‌کنم، اینه که سوای اون نقش تقدیر کننده، یعنی اینکه هیچ علاج اساسی نیست برای انسان. ولی مثلا وقتی من یک کتاب می‌نویسم، لااقل ارگانیسمم سالم با خود می‌مونه، ولی تریاک به طور عجیب ارگانیسم رو ساختارش رو مختل می‌کنه. تمام آدم های تریاکی، من مثلا فرضی که سرعموی دارم در سن 30 سالگی تمام دندوناش رو کشید و دندون مصنوعی گذاشت، رنگش سیاه شد. خب با درون انسان هم این کارها رو می کنه، یعنی وجود آدم رو مچاله می کنه، وجود آدم رو لاغیر می کنه، وجود آدم رو اصولا بی انرژی می کنه. برای کسانی که در خط خودشناسی هستن، مخربترین وسیله تقدیر تریاکه، برای اینکه انرژی امروز رو مصرف میکنه، فردا انرژی نداره، بیحال میفته و هیچ کاری نمیکنه. آقای دوستیگارم حالت رو داره؟ البته قابل مقایسه با تریاک نیست، مخرب هست ولی نه به شدت. سلام. سلام.
نمیشین کنم که شدت تریاف دارم. حالا مشروب نمیدونم شدت تحصیلی داره ولی قطعا مشروب هم میشونه همچین تحصیلاتی داره. به هر حال هر چیزی که نظم طبیعی ارگانیسم رو به هم بزنه از طریق ایجاد شعف، اون شعف اولا سطحیه، ثانیا موقتیه و یک نوع ببین کاذبه. کاذب به این معنا که من انرژی که باید به طور طبیعی داشته باشم امروز مصرف میکنم، انرژی زیادی، فردا کمبود انرژی دارم. مثلا کسانی که مشروب میخورن درست مثل تریاکی ها معتاد میشن، امروز مشروب خوردن اون حالت نشه مشروب دارن برای اینکه انرژی زیادی ایجاد کرده، فردا کمبود انرژی دارن و بنابراین پناه میبرن دوباره به مشروب. هر چیزی که نظم طبیعی ارگانیسم رو به هم بزنه، یعنی مثلا شعفی بخواد ایجاد کنه که با یک وسیله برونیه، حتی کف زدن شما برای من حکم مشروب رو داره. من باید خودم برای خودم کافی باشم، وابسته به کف زدن نباشم، وابسته به این نباشم که بگن عجب کتاب خوبی نوشته. تمام این چیزهایی که اینکه مولوی میگه این برونی ها همه آفاق توست، درست میگه. تا زمانی که شما برای من کف میزنید یک حالت غفلت پیدا میکنم، تغافل پیدا میکنم نسبت به چه چی؟ نسبت به اون اندوهی که نتیجه ملامته. یعنی امروز شما میگید عجب کتاب خوبی نوشته، فردا اون میگه عجب مثلا فرض کنید که آدم دوست داشتنیه، اونم یکی دیگه به میگه که عجب شغل خوبی داره. اینها به من یک نوع سرمستی موقتی میدن که از اندوه عمیقم بیخبر میمونم و به فکر این نمیفتم که اینو ریشه‌کن کنم، وقتا ریشه‌یابی کنم که اندوه و ملالت و افسردگی ما انسان‌ها ناشی از چیه. چرا صبح ما از صبح که از خواب بیدار میشیم برنامه‌مون بدون اینکه توجه داشته باشیم اینه که کجاها بریم، چه رفتارهایی بکنیم، با کیا تماس بگیریم، تا به یک طریقی یک نوع بهبه کرد کنیم، تا این بهبه اون اندوه رو یک مقداری تخدیر کنه. حالا برای کسانی میگم که اگر مثلا برادر معتاد دارم، اگر شوهر معتاد دارم، خانم‌ها کمتر معتاد میشن به تریاک، مردها بیشتر معتاد میشن. یعنی سوالی که چرا در بعضی از جوانان مثلا در جامعه ایران زنها هم کمتر سیگار میکشن هم کمتر معتاد میشن، آیا اضطراب ندارم؟ دارم، ولی مردها بیشتر تریاکی میشن. هر دو اضطراب دارم و یکی از وسایل فرو خواباندن اضطراب هم همین پناه بردن به مواد مخدره. ولی چرا زنها معتاد میشن و مردها میشن؟ این ننگ اجتماعی، برای مردها هم یه ننگ اجتماعی. من این موضوع فکر میکنم که چرا زنها معتاد نمیشن، مردها بیشتر معتاد میشن. حالا اینو میخوام بگم، اگر کسی مردش یا برادرش یا بچهش معتاده، اولین کاری که میکنه یه زن که شوهرش معتاده برای اینکه ترک کنه اینکه ملامتش نکنه. من خیلی از زنها رو میشناسم که میدونن شوهرشون معتاده، عمدن به گوش نمیارن تا این همیشه در دل بوده باشه. نتیجتاً این یه روز اونجا یواشکی میره میشه، یه روز اونجا میشه، یه روز اونجا میشه، استرابش هم بیشتر میشه. به خانه گفتم که شوهر تریاکی رو تا میدونی که تریاکی چرا بروش نمیده؟ گفت نمیدونم، فکر میکنن که مثلا ترسش میریزه بیشتر میشه. گفتم برعکس، یه روزی من قد براش حاضر کن بیا تکونه بکشه، این اضطرابش کمتر میشه. وقتی من یک کار یواشکی میکنم، اولا خود کار یواشکی کردم اینو اضطراب در من ایجاد میکنه، احساس گناه ایجاد میکنه. یعنی دو بعدیه کار یواشکی کردم. خیلی از انسان ها از کار یواشکی خوش میاد. مثلا یه آقایی میگفت من به مرد میگه خانم هم از خونه میرفت بیرون نمیدن چرا احساس میکردن میل دارم منقض رو کنم، برای اینکه کار یواشکی کردن درش نوعی
دهنکجی وجود داره، نوعی کوبیدن طرف وجود داره، نوعی نمیدونم بگم فریب طرف وجود داره. یعنی کار یواشکی کردن یک بورش اینه که به انسان یک نور لذت میده، یک بورش اینه به انسان احساس گناه میده، به احساس گناه در انسان اضطراب ایجاد میده. اون خانم گفتن که تو منقل رو روشن کن، بذار جلو شوهره و فقط سعی کن درش اضطراب ایجاد نکنی. خود خانم تعریف میکرد، بود که رفته رفته اضطرابش کم شد و من دیدم چشش به طبیعت کم شد. در حالی که خود من یه پسرم رو داشتم که این از زنش میترسید و عمدن زنش به روی این نمیدون که من میدونم که تو تریاد میکنی تا این در حالت اضطراب باشه. این البته عمومیت نداره، ولی خب برای خیلی از زنها برای اینکه این میل آزارشون رو ارضا کنن دوست دارن شوهرشون یک جوری نگه دارن که همیشه در حالت اضطراب باشه. مثلا من مردی رو میشناسم که یک زن یواشکی گرفته، یک زن اضافی گرفته، زن اولیش میداره ولی به روش نمیاره و همیشه این مرده در این احساس باشه که ببین امروز لو برم، ببین فردا لو برم، کی لو برم. در حالی که اگر یک باره زنش بهش بگه که من میدونم که تو زن دیگری گرفتی، این ترسش از بین میره. من اینو در رابطه با دوستی مثلا تجربه کردم. موقعی که 17 سالم بود از اونم یه مقدار زیادی چیزی دزدیده بودم و 6 ماه کشف نشده بود که من دزدیدم. در این دوره بودم که خدای خوش میفهمیدم که من این دزدیده کردم. وقتی پدرم فهمید ترسم از بین رفت و خدا میدونه که ما انسان ها چقدر کار یواشکی، چقدر بگم احساسات یواشکی داریم، احساساتی که پنهان میکنیم. مثلا من ممکنه زنم رو دوست داشته باشم، یه عمرش بگم دوست دارم. همیشه یه گوشه ذهنم این وجود داره زنم از یه رفتاری کشف میکنه که من دوستش ندارم، بنابراین احساس اضطراب و گناه میکنم. ولی اگر ظریف بگی من دیدم تو من دوست ندارم، منم تو رو دوست ندارم، این راحت هم و صاف صادق تر میشه. نمیدونم دیگه راجع به مسئله اعتیاد چه افتاری بگید داره. اگر کسی در این راجع سوالی داره مطرح کنید یا نظری داره چیزی داره اضافه بگه به من چه استاد تریاک من حالا با کسایی بودم مثلا تو زمانی مثل خودمون که مثلا اونجا بودیم کسایی دیدم که مثلا علاوه بر تریاک انواع مثلا اسیدای یا قارچای طبیعی رو مثلا مصرف کردن خودش مثلا انواع مثلا حتی چیزای شیمیایی رو و بعدم وقتی مثلا صحبت می‌کنیم وقتی اعتماد کردم که خیلی دنبال همین مقوله به قول معروف دانشایی که خیلی جذابن دنبال مثلا اون برای دنیا تو آمریکا فلان کس مثلا اسید زد بعد دنیای واقعی رو دید که این اصلا اینا نیستن هیچی نیست و به قول معروف مثلا دنبال این چیز هست. وقتی به شما مثلا میگم چه انسان به قوه اینو داره اکثرا اینجوری استفاده میکنن که یه فازی داره، یه فاز معنوی یا عرفانی داره مثلا تریاک. آره یه چیز دیگه که من الان یادم آمد اینه که خیلی از نویسندگان، خیلی از به اطلاع هنرمندان نمیدونن چرا این رو شایع کردن که مصرف مواد افیونی به انسان خلاقیت میده. به یک معنا یک نوع خلاقیت میده، ولی یک خلاقیت من میتونم بگم باز کاذبه یا هپروتیه. و به هر حال من میخوام چیکار کنم؟ مثلا فرض یه شعر خیلی عالی بگم در ازای اینکه تریاک بکشم خودمو به اصطلاح آلوده کنم به این ماده شیطانی که خلاقیت نباشه و این شعر خیلی قشنگ بگم برای که مثلا ادهی بگم به بچه شعر خوبی ولی انرژی ها پیش خود کنم و از بین بره. من یه شاعری میشناسم که این بنده خدا در جوانی و تا سن مثلا 40 سالگی شعر خیلی خوب میگفت، خودش هم نوشته یک جایی که شعرهای آخر عمرش همه آبکیه و این تریاک به شدت میکشه، خیلی زیاد میکشه.
به طوری که اصلا در 63 سالگی شده بود مثل یه جوجه و در 63 سالگی مرد. خب این چه لزومی داره که من مثلا تریاک مصرف کنم برای که شعر قشنگ بگم، در حالی که اون بود موضوعی که رفته رفته این انرژی ها از بین میره و اون خلاقیت هم از بین میره. همون شاعره میگن خودش نوشته بود که من خلاقیتم از بین رفته، نوشته که اون طبی که در جوانی اون شعرها ازش ساطع میشد امروز دیگه میبینید که چه شعرها، خودش اعتراف کرده چه شعرهای آلاکی بود. خلاقیت به اون معنا نداره و به فرض اینکه داشته باشه چه لزومی داره که من مثلا تریاک بکشم و فرض کنید که کتاب با پیر برد رو بنویسم، بذار حالت طبیعی خودم رو داشته باشم. اگر خلاقیت حالت معنوی یعنی چی؟ یا حالت فقط به دلیل اینکه انرژی زیادی ایجاد کرده یک نوع نشعه به حساب میاد. ولی در عین این نشعگی انسان، من باید تجربه کردم، یک حساسیت عجیبی پیدا میکنه آدم و ضعیف میشه، عصبی و ضعیف میشه. من موقعی تریاک کشیدم مثلا فرض اینکه در به هم بخورید که مرتبه اینجوری میشه، در حالت عادی اینطور نیستم. اگر مثلا فرض یه نفر یه فرض اون که بگه پاشو بریم، فرض اون زنم بگه پاشو بریم سینما، قطعی میشن حالت خوب اصلا به انسان نمیده. همون حالت نشیدیه یک نوع حالت دوبوده، هم حساسیت بدی داره، هم ترس داره، هم اضطراب داره، ولی همون ترسش یک نوع بگم چیز هم داره به انسان یک نوع امید میده، امید باقی، امید تخیلی. من در حالت عادی ممکنه فکر کنم که نمیتونم مثلا از عهده مخارج مثلا بچه‌ام بردارم، ولی موقعی تریاک کشیدن فکر میکنم که اون چه خواهد شد، کتاب مثلا تفکر زاید به انگلیسی چاپ خواهد شد، در 50,000 دلار گیرم خواهد آمد، برای بچه‌ام ماشین میخرم، ولی فردا که خمار میمونم، یعنی انرژی هامو این روز پیشبر کردم و بود انرژی دارم، احساس میکنم دنیا با آخر است. واقعا من اینو تجربه کردم که هیچ دردی، هیچ ترسی، هیچ یأسی قوی‌تر از یأس خماری نیست، هیچ دردی بدتر از درد خماری نیست. سوای مزار ارگانیزم جسمیش و از نظر روحی هم به انسان نمیدونم، میگن بیشتر هنرمندا میگن مثلا فرض کن که من یه نویسنده یه ریاضیدان معروف میشناختمش در ایران، میگفت که ما به عرض زندگی نگاه میکنیم نه به طول زندگی. منظورش این بود به عرض زندگی یعنی که خود آدمای تریاک میدونن که تریاک عمر آدمو عقدن 20 سال، 10 سال، 15 سال پایین میاد. من پدرم در 63 سالگی مرد در حالی که قیافش 80-90 ساله نشون میداد، در حالی که چیزم بود از نظر هورمونی، درشت، درست اندام، بلند بالا بود. خب این منظور از اینه که ما به عرض زندگی اهمیت میدیم و به عرض زندگی نگاه میکنیم، یعنی که من ترجیح میدم 60 سال زندگی کنم به جای 90 سال، ولی این 60 سال رو در شادی و شعر و بیخبری بگذارم، در حالی که همش ادباره، همش بدبختیه. این فقط یک دلخوشیه که آدم های تریاکی برای اینکه دیگران رو هم معتاد کنن روی خودشون و حتی روی خودشون و به روی دیگران نمیارن که چه وخامتی در تریاک کشیدن وجود داره. نمیدونم حالا منظور از عرض زندگی چیه، یعنی همون که مثلا شایع کردن که معنویت نمیدونم شادمانی بیخبری هنر فلان یه سوالی که اصلا لفظ نداره به احتیاط اگر نباشه. توی کتاب های روانشناسی یا مثلا کتاب های مختلفی مسئله خودشناسی رو همیشه مطرح میکنه، نقطه‌ای هم اهمیت میکنه، اونطور توضیح نمیدن که یعنی چی، چه
چطوری مثلا از خوش‌شناسی یعنی چی هست؟ من اول نرفا همین بودم که یکی از کوپنیته هایی که در دنیای امروز پیدا شده روانشناسیه و هیچ توضیح نمیدم خود چیه. در عرفان قدیمی، در عرفان سنتی توضیح ندادم که خود چیه. فقط مولوی انصافا خوب اشاره کرده که خود چیزی جز اندیشه نیست. ای برادر تو همه اندیشه است. یا اشاره کرده به اینکه رنج ما ناشی از اندیشه است. جمله خلقان سخره اندیشه هست. این سبب خسته دل و غم پیشه هست. اگر من همین الان فکر نکنم که پایین تر از فلان نویسنده هم. اگر فکر نکنم که حقیرم، اگر فکر نکنم که مثلا چون مادرم کلفت بوده آدم بیشخصیتی هستم، اگر فکر نداشته باشم چه رنجی دارم؟ هیچ رنجی ندارم. این رو روانشناسا اصلا توضیح ندادن، در عرفان سنتی هم هیچکس توضیح ندادن. حالا می‌دونیم که شما توی تفکر جاید فرمودین که به فکر توجه بکنید. یک نوع که یه پرده یه سینمایی که مثلا بذاریم کار خودشون انجام بده اون فکر ما نظارگر باشیم آره. یعنی به یه شکلی در واقع از خودمون جدا بشیم، خودمون رو نگاه کنیم، خودمون درگیر فکر نکنیم. بله مثل اینکه از بیرون بهش نگاه کنیم، از بیرون بشیم. حالا علتش ببینید، علت اصلا توجه یعنی حکمت توجه و پایه توجه چیه؟ بعد از اینکه جامعه اون ارزش ها رو یا این علائم دفاعی خودش رو پیش پای فرد گذاشت و بهش تحمیل کرد، یک وسائلی هم جور میکنه که فرد از خودش سوال نکنه که اینا چی هست، این فکرها چی هست. فکر چگونه میتونه مثلا صفت حقارت باشه؟ فکر چگونه میتونه صفت باشه؟ جامعه به امر ذهن انسان رو درگیر یک حرکت ماشینی و بی اختیار می‌کنه. حال یکی از راه‌های توقف این حرکت ماشینی اینه که من توجه کنم به فکر، به جریان فکر. وقتی توجه کنم حرکت ماشینیش متوقف میشه و اصولا من این فرصت رو پیدا می‌کنم که از خودم سوال کنم برای چی اصلا دارم فکر می‌کنم؟ چرا فکر می‌کنم؟ فکر چگونه میتونه صفت باشه؟ و وقتی توجه کنن به رنج ها و به خامت های این فکر ها آگاه میشن. در حال حاضر من آگاه نیستم که فکر چه بدبختی هایی داره سرم میاره، ولی در حالت توجه، در حالت توجه اگر با دید عبودیت نگاه کنم متوجه میشم که اون چه پدیده ایه فکر. آقای دوستان این مسئله خودشناسی که عرض کردم ممکنه از همین این فرمایش شما نتیجه گرفته. اگر ما فکرهای زائد داشته باشیم خودمون نیستیم، ولی اگر هی توجه کنیم این فکرهای زائد بره کنار، در واقع اون خودی که میگن در شخص باقی میمونه، خودی که اون فکر اصیل یا حالا یا فطرت اون چیزی که در اسلام بهش میدن فطرت، یعنی که خود اعتباری، یعنی همین خود فکری که اصلا خود نیست، فقط یک شبه، یک فقط تصویر، تصور، یه اندیشه، خودی وجود نداره. فقط ما آگاه باید بشیم که نیست، خود فکری وجود نداره. جامعه به من تحمیل کرده که بیاندیش که تو حقیر، بیاندیش که تو متشکل، بیاندیش که متواضعی، متکبری، سخاوتمندی، خسیسی، ترسویی، شجاعی. و من اسیر این فکر شدم، اسیر مکانیکی و ماشینی این فکر شدم که بلا اینکه توانی فکر داره هم دیگه هی مثل بربره جادو میگه که بعد صحبت کرد کتاب خیلی خوب بود مگه شغل چی؟ پدرت چه کاره؟ مادرت چه کاره؟ همجوری دارم این فکر کنم. من حالا از طریق توجه پی میبرم به اینکه چه وخامت هایی توی این فکر ها. من خودم نیستم. از صبح که از خواب بیدار میشم اون ملامت اولین کاری که میکنم ملامته.
ملامت جامعه نشونده تو ذهن من. یعنی این که یک میلیاردهای جامعه از طریق فکر به ذهن من القا کرده از قبیل تشخص، حقارت، بی‌عرضه، با عرضه، ترسو، شجاع نشونده اینجا. از طرف دیگه خود جامعه شلاق ملامت رو هم القا کرده به من، تحمیل کرده به من، مقایسرم پشتش گذاشته که فشار میاره به این شلاق که بکوبمش به اینجا تا بدوم به سوی ارزش ها، از ترسو به سوی شجاع، از حقیق به سوی تشخص. من صبح که از خواب بیدار میشم دنبال کار جامعه میرم. حالا اگر من توجه کنم به مجموعه وجودم، به مجموعه رفتارهام، از خودم سوال میکنم چرا من باید نوکر جامعه باشم؟ چرا من باید نوکر مادرم باشم؟ مادرم در کودکی من گفته بی‌عرضه باید باعث بشی، ترسو باید شجاع بشی، و اکنون من دارم دنبال فرمان مادرم میرم. هم اکنون هم مادر نوعی جامعه است که من میگه تو مثلا فرسون که جای پایی در ارزش ها نداری، تو حقیقی، کتاب تو باید از اون بهتر باشه، شجاع تو باید از اون بیشتر باشه. پس من صبح که از خواب بیدار میشم کارم اینه که خودم رو ملامت کنم تا به اندوه در خودم ایجاد کنم و برای رفع این اندوه دنبال وسائل تقدیر بگردم که گفتیم که تریاک قوی ترین شکلشه در جامعه مثلا شهر، دلار در آمریکا، مثلا منصب، نمیدونم بیزینس، چی و چی در قرد قوی ترین وسیله تقدیره. و من میگم مورد گرایی که بیشتر کار روانشناس ها می کنن، چگونه یه رفع افسردگی، چگونه یه رفع حقارت، این مورد ها هیچ دردی رو از انسان دوا نمی کنن. تا زمانی که من خودم رو ملامت، تا زمانی که خود باختم نسبت به جامعه، تا زمانی که جامعه برام یک اتوریته است، مثل روانشناسش، مثل عارفش، مثل کی، من تا زمانی که خود باختم نسبت به جامعه اسیر ملامتی و نتیجتاً اسیر این دویدن هم، اسیر این نوکری هم، اسیر این اسارت هم که صبح که از خواب بیدار میشم نگران اینم که من از صبح تا شب چه کنم تا جوابگوی ارزش های جامعه باشم. یعنی که من صبح تا شب میدوم برای اینکه بهت بگم متشخص، متواضع، شجاع، با عرضه، با لیاقت، فقط برای اینکه حسن و حسین و زنم و مادرم و همسایه و دوست و آشنا رو جوابشون داده باشم. حالا اگر من توجه کنم به مجموعه اون قضایا خودم رو ملامت نمی کنم. آیا اینطور یه مسئله دیگه هم هست؟ من کجا کشف کردید که من دکترم؟ در حال من که من دکتر بالاترین به خاطر این میام دکتر این خودش یک خوشی مذهبه دیگه. خودشون میفرماید که دنبال ارزش کاذب نباید بود، خود درون مراجعه کنه. خب من برای شما میگم نه آقا آجه ببینی شما یا هر روانشناسی دیگه، هر کسی سراغ یه مسئله میره و آدم نمیدونه که این جنب، یعنی یه جنبندی از اینا نیستش. عمومی مثلا یه عده میگن فرض کنید عزت نفس، مثلا فرض کنید یه نفر از عزت نفس دارد، یه کسی از مثلا چیز دیگه، یکی از مثلا فرض کنید که برنای مثلا یه مسئله دیگر مطرح کنید. فرض کنید همین مسئله که شما میفرمایید که ما مثلا حالت این اندوه رو نداشته باشیم یا مقایسه نکنیم، خب یه نفری که داره کار میکنه احتیاج به پول داره، احتیاج داره که حقوقش مثلا افزایش پیدا کنه، نمیخواد که زیاد تشویقش بکنن فقط به خاطر اون تشویق تنها باشه، چون میخواد با اون تشویق مثلا یه کسبی بگیره که حقوقش اضافه بشه. یعنی تا کسی تأمین نباشه نمیتونیم بهش بگیم که دنبال مقایسه هم نباش یا مثلا بحبه کرده نگم میگه خب باید بگم تشکرم کنم برم جلو بتونم برم یه ماشین ببرم. ما قبلا هم گفتیم توی مثل دیدن جلسه بودشه که
آیا مفید هست که ما به هم دیگه ضربه بزنیم یا نه؟ یه امر مفید هست یا نه؟ ضربه میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید من الان به شما بگم شما خودتون میگید که دعای ما رو خوندید ولی آنچنان خوندید که متوجه الف باش هم نشد، یعنی برای شما مفید هست یا نه؟ به نظرم مفیده، یعنی ضربه زدن ها برعکس اون چیزی که ما تصور میکنیم مفیده که ما به هم دیگه واقعیت ها رو بوستر کنید. شما کتاب ها رو میگید خوندید ولی خیلی عمیق متوجه نشد. من چی؟ اینجا بناشید من لابد بگید نکه جا الان متوجه شدم برای با دقت بخونید عمیق بخونید، یعنی عمیق که نه بخونید از اصول عمیق بارها بخونید. هم آگاهی رو خوندید؟ نه. چطور هم آگاهی رو خوندید؟ تفکر زائر رو خوندید؟ مثلا رابطه خوندید و این نظیر این سوالات میکنید؟ من اولین باری که اشتباه میکنم، یعنی من فکر کردم شما هیچ کنون کتابای من و از کرشنامورتی چیزی نخوندید. من بارها توضیح دادم که ببینید شما میگید که من مثلا در یک جای دارم کار میکنم، اگر خودم رو مقایسه نکنم نمیدارم در بچه‌ام گرسنه میکنم. اولا مهم درون خود ماست، یعنی اینکه من حتی به شما هم نشون بدم که مثلا برتر از شما هم برتر از شما هستم خیلی آزار دهنده نیست، ولی درون خودم آگاه بشم به اینکه این مقایسه ها پوچه، موفقیت ها شرط موفقیت هست و برای در بچه‌ام هم سعی کنم نون در کنم. یه بود موضوعی، ولی بود دیگر هم اینه که من خیلی جاها توضیح دادم هر کسی یه سیستم میاره برای کل انسان ها، هر کسی یک حدی میزنه برای همه. ببینید من در یه جایی مثلا فرض کنم آبدار چی هم، یه کسی هم دفتر داره، یه کسی هم رئیسه، یه کسی هم معاونه و خیلی بوده، پنجا نفر، سی نفر، ده نفر. حالا اگر همه ما، یعنی باید همه ما توجه کنیم به اینکه مقایسه، مقایسات اعتباری، این هم توضیح داره که شما یه پل ساخته ای، من مقایسه میکنم با پلی که خودم ساختم، میبینم که پل من یه آب آمد زد خرابش کرد و از خودم سوال میکنم اون پلش رو چگونه ساخت و مستحکم. این هیچ اشکالی نداره، این درجه دانشه، یعنی دانشی که انسان پیدا کرده به دلیل این گونه یادگیری ها. اون مثلا فرض کنید یه دارو اختراع کرده، اون دیده که این داروش یه نتایج بهتری داره، اون یکی بهتر، اون یکی بهتر، نه چیش کنه مقایسه چیزی در مقایسه های اعتباری رو من میگم دارد. یعنی که من مثلا فرض خودم مقایسه میکنم اینکه من آبدارچی هم شما مثلا رئیسی، این یه چیز زائد. ما تبایت فقط توجه کنیم آیتون منظور من این بود که حالا اینو میخواستم بگم که اگر همه ما 20 نفر که در این توی مؤسسه کار میکنیم خودمون رو مقایسه نکنیم مسئله ایجاد نمیشه. آیتون من منظورم این بود که بعضی وقتا مثلا فرض کنیم ما سه تا بچه داشته باشیم، یکیشون رو هر چی نصیحت میکنیم، مثلا میگیم که خودتو مقایسه با دیگری نکن، کشوری تو حتی مقایسه با دیگری نکن، سعی بکن تو همون موقعی که خودت رو میره و اصلا امکاناتی که داری زندگی بکن. اگه میتونی هم مثلا بری آلمان خب برو، ولی اگه نمیتونی دیگه خیلی مقایسه رو دیگه بذار کنار دیگه، چون نمیتونی بکن اونجا بری. بعد میبینیم یه بچه دیگه داریم بهش نصیحت هم نمی‌کنیم ولی خودش این کارا رو انجام میده، این مقایسه نمی‌کنه، این علتش چیه؟ شاید علتش این باشه که اون دومی یه مسئله روانشناسی که ریشه صحبت شما فرماشه شما ممکنه چی باشه؟ معلول باشه، علت بازی چیز دیگه‌ای باشه، مثلا خود عزت نفس شاید زیربنای بعضی از فرمشت شما باشه. عزت نفس؟ خود درد جاودانگی زیربنای ممکنه بعضی از صحبت نیروز که شما اصلا مطرح نکردید توی کتابتون. هر کدوم اینا به هر حال یه ارزشی داره، حالا هر روانشناسی میاد این قضیه رو فرخونه مونامونو اومده فقط همین این قضیه رو مطرح کرده. حالا سوال شما من بخواستم این عرض کنم که ممکنه من بخواستم اینه بگم که این که بعضی از بچه ها رعایت که در واقع همون سفارشات شما رو خود به خود انجام میدن
اگر بعد وقت دقت بکنیم میبینیم که به خاطر اینه که سرگرمی یا هدف خیلی بهتری رو برای خودشون دارن، نه خودشون مقایسه میکنن، نه بهشون مثلا بحبه چه چه هم بگی باز میرن دنبال کار خودشون. اگر توبیخش هم کنیم بچه رو میشناسید که مثلا اون بچه که میز خود شده بچه که مقایسه نمیکرد الان که مثلا به سن 20 سالی رسیده 25 سال میشه خودشو مقایسه نکنه. ما برای اینکه تو جامعه همون هدف ایجاد نمی کنیم، من همین رو خواهر کنم، چون ما در جامعه همون هدف ایجاد نمی کنیم برای افراد همه ویل میشن خودشونو مقایسه می کنم. از کشنا موتیم کتاب خوندیم؟ آره از کشنا موتیم کتاب خوندیم چک رو توی خب نمیدونم جواب شما چیه؟ سوال جمعه هستن چیه؟ سوال من اینه که شاید منظورشون اینه که شاید یک سری مسائل ژنتیکی هم مثلا دخیل باشه. بله خیلی چیزهای دیگه، یعنی فقط نمیشه به صرف دو سه تا مسئله که از صد معلول ممکنه 60 تاش باشه 50 تاش باشه. شما 5 تا معلول گرفتین زیر بناهای دیگه رو یعنی اصلا کاری ندارید. شما یعنی با یه بولی خاص میخواید همه مسائل رو بول چند محور مشخص بگردونید. نکنه همه این محوری که شما گرفتید معلول محور دیگری باشید. میخواد بگید که شما وقتی میگید همه رنج انسان قومی به خاطر ریشش تقومیت ترکیه ممکنه این نباشید؟ بله متوجهم. چی ممکنه ممکنه مثلا فرض کنید علتهای جسمشه، علتهای جغرافیایی، نمیدونم علتهای اجتماعی و غیر و غیر رو داشته باشه یعنی چی چیزی. و اگر علتها رو ما ایجاد نکنیم تعمیل نکنیم، اگر این چیزی که علت شده یعنی در واقع میشه گفتش که خلأهایی که باعث شده که این وضع پیش بیاد، فرض مثلا چی باشه؟ تفکرهای زائد داشته باشه. اگر ما پر نکنیم اون خلأ رو، درست میخواد حرف شما رو گوش بده به صورت تصنعی از این فکرهای زائد رهایی پیدا کنه، ولی بعد دو ماه سه ماه چهار ماه خسته میشه. چرا؟ چون زیربنا نداشته، چون برای این هدف مشخص نکردن. نه طرف بی پول هست هدف خاصی هم نداره. شما ولی یه نقاش هنرمندی رو که خوب نقاشی میکنه میبینی هیچون هم مقایسهش میکنه عقبش اینا کار خودش میکنه و عقب میگن کار خودش میکنه، پولم از اون راهی امیدی به دست میاره راحته. ولی یه آدم بیکار اصلا نمیتونه حرفای شما رو مثلا با این چیز به جایی برسونه. ممکنه مثلا 6 ماه 7 ماه سرش که هر باشه. خب حالا من نمیدونم بهشون چی جواب بدم. میگن که ممکنه علتهای دیگه داشته باشه، کشف کنید علتهای دیگه. شاید منظورش اینه که آقای مصطفی کسی که درگیر مشکلات مادی هستش، کسی که عملا درگیر مسائل مادی هستش، مشکلات معیشتی هستش، طبیعتا این حرفشو نمیتونه کار کنه. این برای کسی که نیست کار نمیکنه رو حرفای اینا. شاید برای کسایی که من یه جایی یا نوشتم یا گفتم که من مثلا میبینم که این مربی فوتبال آلمان یه پیر مردیه، میره کنار این میدون فوتبال وانیسه میلیون ها دلار داره ها، و این در تمام مدت سیگار میشه از فرط اضطراب و این قلبش همین رو بابا تب میزنه که آیا این تیمش گل زد یا گل نزد. و این ثروت داره دیگه، ولی مرداره درگیر این مقایسه پوچ هست. راکفلر هم درگیر این مقایسه هست که بالاخره اون رقیبش کشتی‌هاش بزرگتره یا اون. تمام انسان ها درگیر این پدیده مقایسه و فکر و تفکر زائد هستند. حالا شما میگید که ممکنه مثلا چون در جامعه فقیر که ما بینیم این تفکر زائد هست، اون که بیکار این تفکر رو داره، اون که میلیونره مثل مربی فوتبال آلمان اون هم که داره، میگید که ممکنه یک ریشه های بسیار عمیق‌تر داشته باشه. از چی؟ از چه چیزی؟ یعنی از من چی گفتم که؟ من هم بگیستون شما من ریشه ها شما بله خوب من توی همه آگاهی گفتم که یعنی توضیح دادم که اون ریشه این به اصطلاح مرده بل میگرده به تقریبا زمانی که انسان زبان پیدا کرد، تکلم پیدا کرد. بعد شما ممکنه بگید اینطور نیست، نباشه. من توضیح دادم که
مثلا یه بگین یه جانور اینجاست، یه پدیده اینجاست. حالا شما میگید که این پدیده رو حسن آورده، از 10,000 سال پیش آورده. یه نفر دیگه میگه نه دیروز آورده. یه کسی میگه برای چی آورده؟ یه نفر میگه آورده اینجا که این نمیدونم چیکار بکنه. من میگم کاری ندارم، من فقط میگم به احتمال قوی با این مکانیزم این زبان اکتیو یعنی زبان تعبیرها رواج پیدا کرده. میگم به احتمال قوی. حالا اگر اینطور نباشه در اصل مسئله تأثیری نداره. چرا؟ اینکه این جانور رو، این مثلا جنگ رو چی رو برده اینجا؟ برای چی رو برده؟ از چه زمانی رو برده؟ با چه انگیزه هایی رو برده؟ خیلی مسئله نیست. فقط مسئله اینه که من اکنون درگیرشم. من نمیدونم به چه دلیل جامعه مثلا فرض میگه به من الغا کرده که تو باید مثلا متشخص‌تر از دیگری باشی، شجاع‌تر از دیگری باشی، فلان و فلان. ممکنه ژنتیک باشه یا هر چیز. من میگم آیا میتونم من انسان عنوان یک انسان خردمند، نه خردمند حالا خیلی برجسته، یک انسان متعارف اصلا سوال کنم که این چیزی که مادرم به من بود ارقا کرد به عنوان دی ارزه و متشخص و بازه، آیا میتونم بهش فکر نکنم؟ و اصولا آیا مادرم میتونسته در من صفتی ایجاد کنه، صفتی به نشانه به نام دی ارزه؟ مادرم که عامل برونیه چگونه به صرفه؟ ببینید مادرم به من گفت دی ارزه، حقیر، بیلیاغت، ترسو. من اکنون برای خودم هویتی قائلم، یعنی صفاتی قائلم که مادرم به من ارقا کرده. اکنون به عنوان یک انسان متعارف معمولی از خودم سوال میکنم آیا مادرم میتونسته به من صفت حقیر بده؟ مگر نه اینکه من هم اکنون به دلیل اینکه مادرم گفته تو بی‌ارزه ای خودم رو بی‌ارزه میدونم، از خودم سوال میکنم آیا مادرم میتونسته به من صفتی بده؟ میدونم نه. نه به خاطر تعریف از شما صادقانه عرض میکنم خدمتتون که من اگر 200 کتاب خونده باشم، نتیجه که از کتاب مطالعه کتابای شما به صورت عملی گرفتم بیشتر از اون 300 کتاب بود. نه همون 3 تا. خوش کنید. منتها عرضم برای اینی که اگر شما راهی برای شما در مورد بچه خودم دارم صحبت می‌کنم. یعنی اگر الان موضوعی رو مطرح می‌کنم، می‌خوام ببینم راهی هستش. من الان مثلا یه بچه‌ای دارم که خب خیلی خوبه، کوچیک‌تره، هیچ مشکلی نداره. چون مثلا علاقه من به فرسون به کار الکترونیک، اون یکی چون علاقه به هیچی نداره، چون علاقه به هیچی نداره، من الان نگاه میکنم ببینم آیا سهم تخریبی که با آموزش و پرورش در بچه های ما ایجاد میکنم دست کم میشه گرفت و آیا میشه اون تخریب رو فقط نه که فرمشه که شما بگم عملی نیست کاربردی و درسته، منتها آیا میتونه اون تخریبی که توی مهد کودک و آموزش راهای مختلف دبیرستان و دبیرستان اینا ایجاد میکنن که در واقع کار مفرماشد شما رو القا بهشون کردن ها. یعنی همونه که شما میتونید سوالتون مشخصاً چیه؟ بعد بارو بردن ما مشخصاً سوالتون چیه؟ در مهد کودک بچه رو مقایسه میکنن، در دبیرستان مقایسه میکنن، در دبیرستان مقایسه میکنن، بعد شما سوال بعد از زمانی که این مقایسه وجود داره بچه شما و بچه من رنج براشون اجتناب ناپذیره. من سوالم اینه که آیا این هویت فکری خواهد شد؟ حالا گوش کنید، حالا سوال شما چیه؟ این الان دوای دردش فرمایشات شما هست؟ دوای درد کی؟ یعنی راهی چاره وجود داره برای اینکه ایشون مثلا این فکر نکنه رها بشه از این یا یه موضوعات دیگه ای هم که مثلا سایر روانشناسا مطرح میکنن مثلا آقای مصطفی حالا ایشون میگه مثلا در دو بچه‌ام حالا ما مثلا این صحبت ها یا به فرض که گرفتار مواد مخدر هست یا فرضی که سوادش پایینه به فرضی کم سواد هستش اینها میتونه این صحبت رو شما تاثیر داشته باشه یعنی میتونه درک کنه بس کنیم نداشته باشه من چه کنم سوالت نه من چیه حالا من سوالم اینه که شما که پیر برخورد نوشتید ظاهرا خوب خیلی مولوی رو قبول دارید چرا جاهای دیگه مولوی رو نیاوردی؟ اون برای نمیگه هر که در سینه ده عشقی چاک شد گوز دیگه نمیتونم مثلا فرق شد مثلا داستان چیز رو نمیتونم منظورش چیه
این که در زمان یه پادشاهی یه جهودی چیزار میکشت، مسیحیار رو میکشت. من کشف نکردم که منظورش چیه، سوالت اون چیه؟ نفهمیدم. نه حالا اونو کشف نکردی. این شعری که میگه مثلا، من میخوام بگم اگر مولوی مثلا 50 تا مسئله زیربنایی شخصیت انسان رو مطرح کرده باشه، ما خود مولوی هم نمیتونیم 3 تاشو بگیریم بگیم با این 3 تا حل کنیم مشکلاتو. مولوی مثلا وقتی که میگه که جمله خلقان سفره اندیشه اند، این خیلی مسئله کلیدی و اساسی زین سبب خست دل و غم پیشه اند، یک بنیان داره میذاره. من حالا چرا برم سراغ 10 تا فرعیاتش؟ شاید ناقص بشه. ببینیم ما نمیتونیم مولوی رو ببینیم، مولوی یک فرده. یعنی اگر میگید که مثلا از کجا من چرا مولوی رو اتوریته میکنی قرار میدی و فکر میکنی که حرف اون درسته؟ یعنی یه چیز بالاتر آقای مصطفی، اصلا شما توی کسایی که توی زمینه کار کردن حالا مثلا مناظره یه چیزی داشتی که ببینید آیا اون چیزی که شما ارائه میدید درسته یا نه؟ کسایی که توی این زمینه کار کردن نظر خودتون مثلا میگم آقا بیاییم بریم یخچال درست کنیم. اگه من یه قسمتیشو فقط بلد باشم درست کنم، بقیه رو چگاه کردم؟ اگه شما سوال در افتاد با مثلا هویت فکری دارید، الان باشه مشخص معین بپرسید. من اینکه مولوی چرا یه بیت اونجوری گفته یه بیت اینجوری گفته، این به نظر سوال درستی نیست. ببینید شما اصلا فرمایشات آقای دکتر رو برای چی میخواد؟ برای اینکه به کاربردی داشته باشه دیگه. اگر دومینی نیست شما اصلا، بنده عرض میکنم از 300 تا کتاب اگه خونده باشم، مجموع 300 تاش ارزش کتابایی که آقای دکتر که خیلی هم کوچیک بوده، مثلا تفکر زاهد شاید مثلا بشه یه روزه خود من ارزش اونو نداره. اون تا من سوالم چیزی دیگه، چون سوال نداره، سوالتون مفید نیست، سوال مشخص نیست. سوال شما چیه؟ سوال من ولی من نمیفهم سوال شما. آقای حسین آقا شما از من سوال ندارید، برای که سوالتون مشخص نیست. سوالتون مشخصا چیه؟ شما تفکر کنید. من یه کتاب نوشتم به نام تفکر زاهد، مولوی هم کاری ندارم، میگم که تمام رنج انسان ناشی از فکره. آیا شما فکر رو گذاشتید کنار یا نه؟ میگید نمیشه. به من چی که نمیشه؟ من بیشتر از این نمیتونستم. شما میتونید یه راه پیدا کنید که بشه؟ از شما دارم سوال میکنم. بیشتر از این به عرض من نرسید. خب یعنی عملی من برای این که من میگم تنجاش من رو نبایی دکتر ها که شما اطلاعات بیشتری از کتاب هایی هم که نوشتید سوالتون چیه؟ دارید برای این سوال میکنم چیه شما سوال؟ ممکن سوالتون چیه؟ آقای دکتر ممکنه من یه سوال سوالتون مشخص برید سوال من اینه که شما امانی سفارشاتی یه تکنیکی در موقع ارائه دادید درست رو بسیار مفیده. خب شما چه فایده بودید ازش؟ مفید بوده؟ خیلی اگر مفید بوده فایده هم بردم بحثی دیگه ندارم فایده هم بردم دیگه دیگه بحث نه اگه شما برده بودی سوال رو نمیشه نه اگر مفید بوده بحث رو بیدم دیگه سوالی دارم اگر سوالی دارید بکنید و اگر چهار روز دیگه بحث ندارم نه اگه شما این بوده اگه شما مثلا در کردید الان رو شکل نگیرم من نداشتری شدم که ایشون همشه کجدام رو بچه های نقص فکری شدن یعنی اینکه همون و گذاشتن من به مرور زمانیشون میگن که منو یعنی اون منی که درون خودم هست میذارم کنار و به امید یه چیزی که 6 ماه دیگه قرار است من بشه و اگه اون نشد کی جوابگوی معذرت من میخوام بگم که همون لحظه که من کنار گذاشته میشه اون مشکلات تموم شده و دیگه ممکن نیست که ما بخوایم منو بذاریم به دنبال چیزی باشیم 6 ماه دیگه من باشیم که مثلا ماشین رو بگیریم یا خونه بخریم و بعدم خوب بشه یا مشغول بشیم. من اصلا خودش این مشکل اینجا این چیزی که ایشون میگن من خودم خب یه مدت باش درگیر ایشون میگن که اگر بعضی ها هستن که مثلا 4 با این تفکر زاهد میذارن کنار دور حوصله‌شون سر میره دوباره شروع میکنن. این بیان کسیه که انگار کتاب ها رو نخونده. بله بود جرد حالا من یه سوال رو بکنم
این بلا رو کسی میکنه که نه من کتاب خونده نه بیدونه. شما خوبی بینید که تا سینما بی‌محتوا نمی‌شه. همه نوع فیلمی که نه. همه نوع سینما و همه نوع داستان اینطور نیست که بی‌محتوا. استثنایی هست. بله. بعضی از داستان‌ها می‌تونن کمک کنن. ولی معمولاً هنرهای رایج همچین مفهوم نه. معمولاً نکرده بودن. اکثرا اگر اون رو اگر ممکن باشه اصلا چون شما سرگذشت خاطره رو چرا مخرب میدونید؟ آره؟ پنجشنبه بیاید، پنجشنبه آینده هم جلسه دارم برای همه گفتگی یه نتما را بچه هم بیارید بایوان خدا سرگذشت چیه؟ همه سرگذشت بزرگان رو کنید سرگذشت بزرگان اولا من متقیدم که بچه این کوران میشه یکی از این پرده ها بخواه چه برد؟ درک با هم میشه معمولاً این کسانی که بذارید سوالشون رو بلند بگن که همه بشنوان میگن چه مانعی داره که آدم سرگذشت بزرگان رو بخونه؟ ما معمولاً بزرگانی که میشناسیم مثلا ناپلئون آیا بزرگه؟ نه. تیمورلنگ آیا بزرگه؟ من احساس میکنم میبینم که تمام انسانهایی که در حیطه فکر زندگی میکنن یعنی برای خودشون هویت فکری قائل هستن در عرض هم گرد و اصولا آدم هویت فکری بزرگ نیست. میدونید مثلا اگر که من فرمانده برای مثال میگم فرمانده 10 نفر باشه شما فرمانده 100 نفر یه نفر فرمانده 1 میلیون نفر باشه ما در عرض هم دیگه برای این فرمانده یه امر اعتباریه این کوچکی و خودباختگی انسان ها بوده که ناپلئون رو کرده ناپلئون و الا فکر اصولا یه پدیده کوچکه اگر من فرض کنم که بیاندیشم به این که خب کاش کتاب من از کتاب مثلا فلان نویسنده ایرانی بهتر یه نفر دیگه میگه سطح فکرش بالاخره میاد میشه که کاش کتاب من در دنیا اول بود ما ظاهرا این دوتا فکر یا دوتا هدف من بزرگه ولی باطنا چون هر دو یک پدیده فکری هم بزرگ نیستیم ما هر دو در عرض هم میگرد مثلا یه مثال هایی دارم هویت فکری یعنی تصویر، یعنی تصور، یعنی رویا. اگر من ایدئالم این باشه که مثلا به 10 میلیون دلار برسم ولی شما هدفتون این باشه که به 1 میلیون مثلا ریال برسید یعنی 10 ریال برسید من شما در عرض هم دیده یعنی فقط فکر یه رقم مونده متصور شده اون فکر یه رقم کوچک
مثل اینکه من در خواب ببینم که 100 متر رو پیدا کردم، شما خواب ببینید 1 متر، 1 ریال. ما با هم تفاوتی نداریم. این از انسان بزرگ. انسان هویت فکری بزرگ نیست، فقط جامعه او بزرگ می‌کنه. خودباختگی انسان هاست که این انسان های هویت فکری رو، این کسانی که ما می‌گیم بزرگ، اینا رو بزرگ کرده. و اگر انسان اصیل هویت فکری نباشه، به اون صورت سرگذشتی نداره، خاطره ای نداره. ساده است. یه بچه، برو یه بچه رو نگاه کن، اون بچه یعنی انسان. حالا این ما منظورمون از بزرگی این که بیاییم مثلا بیوگرافی فرض کنیم که ناپلئون رو نمیدونم بیوگرافی هیتلر، بیوگرافی فرانکس رو یا بزرگ نیستن. مثلا بخونیم که چی بشه. فرض کنیم من بزرگ نیستم، ولی فرض کنیم بزرگ، من برای چی رو کنیم؟ مثلا میگم که زندگی حضرت علی رو سرمشق قرار دادن. سرمشق قرار دادن مفید نیست، فقط باید از راهی که حضرت علی عرضه می کنه برای انسان برای رهایی از خود باید به اون عمل کنه. توی یه جایی اینجوری نوشتم که اگر که فرض کنید حضرت علی در روز 100 رفتار داشته، به فرض محال که من بتونم تشخیص بدم اون رفتارش چگونه باشه و من دقیقاً 100 رفتارم رو عین همون بکنم که حضرت علی می‌کرده، من حضرت علی نمی‌شم. اون حضرت علی از رفتارهاش از یک جوهر و منشأ اصیل برمی‌خواسته، ولی من الان کپی می‌کنم و کپی اصالت نداره. من می‌تونم راهی رو که حضرت علی بر من انسان عرضه کرده برای اینکه خودم بشم، برای اینکه اصالت خودم بشم، اونو بهش عمل بکنم، نه اینکه کپیگر حضرت علی بشم. حضرت علی رفتارهاش مثلا بخشندگیش، مثلا تواضعش از یک جوهر ذاتیه، ولی من که حالا میخوام مثل خوبشم، من در اون کپی میکنم و این فایده نداره. حتی جنگ و جهادش هم اونا که من وارد نیستم که جنگش برای چی. یعنی ما فقط از نمود برونی عمل اون میتونیم کپی برداریم. آره. انگیزه عمل اون هیچ وقت حس نمیکنه. یعنی صفت ها نیست. صفت رو من خودم باید داشته باشم. من باید بشم این پدیده خودم. یا حالا از هر چی میخوام استفاده کنم. از موردی، از حضرت علی، از حافظ، از حسن، از حسین، هر چی میتونم استفاده میکنم تا بشم خودم، نه کپیگر بشم. آقای دکتر، آقای مصطفا، من بگم یه اشکالی که از اینجا سوالات زیادی رو وجود میاد، چون این یه پدیده که خیلی شاخ و برگ داره، مثل یه درخت یا یه قده سرطانی که خیلی شاخ و برگ داره، یعنی سوالات زیادی توش به وجود میاد. یه چیزی که من فکر می‌کنم زیادی سوالا، چون کمکی به این قضیه نمی‌کنه که ما از خود داشتن اینکه بخونیم یا نخونیم، چون اگه بدون خود باشیم دیگه فردی از نظر ما بزرگ نیست که بخوایم تقلید کنیم. خودش همونی که هست، اونجوری که هست، نمیشه گفت خیلی بزرگی یا مثلا نیست یا بده یا خوبه هرچی باشه. و یه سوالی که داشتم این که برای خودم مسئله پیش اومد، این که شما توی کتاب تفکر زائد بارها تاکید کردید که با نهادن خود یک پدیده به مرور زمان نیست که ما مثلا بخوایم طی 6 ماه یا طی 1 سال اونو مثلا به قول معروف فردش کنم از خودمون کنیم، و باید یک دفعه صورت بگیره، یعنی یک تحول آنی که ما بفهمیم که تمام مشکلات ما از همین خوده و وقتی اون رفت دیگه هیچ مشکلی نیست که ما بخوایم حلش کنیم، خودمونیم و آسایش و راحتی. بعد در روی جلد کتاب گفتید که اگر در این راه ناموفق بودی و نتوانستی کامل رهاشی، به اون راضی باش و به خدا توکل کن. مثلا این چجور میشه؟ یعنی یک ناتوانی در این یه دیز میگفتن که با مطالعه تفکر زاهد و کتاب های مثلا که شما گفتیم ما نتونیسی به اون رهایی مطلق برسی. من پاسخ میدم که نتونیسی هم برسی به همون مقداری که آگاه شدیم به این که اولا رنج ها کاذبه، خیلی به خودت گیر نده، به همین خاطر منظور از آره یک نسخه کلی نیست برای عده که آره واقعا این سوال میکنن که ما
ایمان به رهایی مطلق نمیرسیم، نه از سیده نه از سیده. همین خود انسان های من باید راحت میکنه که من از صبح که از خواب بیدار میشم رنج اینو میکشم که مثلا چرا بیوردم، ولی حالا توجه میکنم که این بیوردگی اصلا معیار من نیست، ارتباطی به وجود اصیل من نداره، مادرم تو ذهنم گذاشته که باید این باشه اون نباشه. خود این یه مقدار من راحت میکنه. ایشون هم که میگن که بیوگرافی و خاطرات بزرگان، تمام اینها ناشی از اینه که انسان خودش رو کوچک می‌بینه. یعنی ما انسان‌ها بچگی با اون ناجور رفتار کردن، ما خار می‌کردن. یعنی که همیشه یک دنبال آدم‌های بزرگی، خودمون نمی‌خوایم باشیم، امیدی به خودمون نداریم. در حالی که هر دینی، دینی مثلا فرسون اسلام آمده یک آیینی درست کرده، یک آیین عرضه کرده به انسان، انسان انسان نشه، خودش بشه. یعنی که هر انسانی بشه یک نوع علی، نه که کپی علی بشه. یعنی وقتی تو انسان رها شدی از تقلید، رها شدی از خود باختگی، برگشتی به اصالتت، یک انسان آزاده ای، نمیخواد کپی علی باشی. منتها از آیین اسلام، از آیین محمد، از آیین علی استفاده کن برای رهایی از اون خود کاذب. ما به دلیل همین خودباختگی خیلی کم کار میکنیم، به خودمون نمیدیم. برای اینکه خودی وجود نداره، فقط یه تصور وجود داره. اما خشم واقعیته. اگرچه به دنبال یک تصور ایجاد میشه، ولی واقعیته. شما به من میگید که تو آدم بی عرضه‌ای هستی. این بی عرضه فقط یه تصوره، ولی نتیجه همین تصور اینه که در من واقعا انرژی خشم برانگیخته میشه. به این معنا من میگم که اصالت واقعیت با خشم، نه با خود. خب عرض من همین بود، یعنی همون جا بسر برم که اصلا خدمت شما، موقعی که هویت فکری در مغز انسان دامنه میکنه، در اونکه جای میگیره، خشم هم مثل ترس، مثل جهل، مثل گنگی و گیجی و دنگی، مثل بقیه صفتهایی که عارض میشه بر انسان. آره. یعنی هیچ چیز مستقلی در از اونها نیست. نه. شما به من توهین میکنید، به هویت فکری من توهین میکنید. نه. من به خاطر اینکه این و من از این میترسم، اولا سعی میکنم که با شما مواجهه نداشته باشم. و وقتی هم که این کار کردید، بالاخره یه جوری به من ضربه زدید، من خشمگین میشم. درسته. و میخوام که تلافی بکنم. خب. درسته. این خشم، اون ترس و همه این موارد زائیده اون هویت فکری است. یعنی اگر اون هویت فکری نباشد، هیچ کدوم از این تبعات هم وجود نداره. موقعی که من خشمگین میشم یا میترسم، هیچ حال خوشایندی ندارم. بله. من همش در حال اضطراب هستم. ضربان قلبم تند میشه. مدام در حال تلاطم و اضطراب و نگرانی هستم. حالا اینکه بعد من بخوام اون خشم رو به عنوان یک گوهر گرانبها در وجود خودم نگه بدارم و بگم حالا این خشم خودش میشه منشأ تمام تحرکات من و منشأ برقراری ارتباط من با دیگران، این به نظر من درست نیست. چون خشم به ماها و خشم چیز مطلوبی نیست که من بخوام در خودم نگهداریش بکنم و بخواد بشه اون مبنایی برای ارتباط من با دیگران. یکی که ما از ذات صورت شما شما چیزی در شما ایجاد نمیشه. آخه این موضوع فعلا تا اینجا دو تا سوال مطرحه. خب اون ضربه فیزیکی شماست که حالا عکس العمل من بسته به اینکه هیچ حالتی در شما ایجاد نمیشه، چه دردم میگیره؟ نه شاید هم خشمگین بشم. آخه سوال من چیز دیگری است. یعنی اون خشمی که در اثر ضربه فیزیکی منشأ اون مورد سوال من نیست، خشمی که در اثر ضربه به هویت فکری، ضربه روانی، مادر کلفت ما مثلا به من میگه خشم، خود میگه در تو خشم ایجاد میشه، میگه این خشم ناشی از وجود خوده، میگه اگر خود نباشه خشم ایجاد نمیشه. به یک معنا درست میگه. خب حالا عرض من این هست، اگر ما بخوایم اصالت رو به خشم، یعنی اگر ما بخوایم روابط علمی معلولی رو دقیقا بررسی بکنیم و یکی از شعارهای شما هم این هستش که انسان باید ابعاد مختلف قضیه رو خیلی روشن بهش نگاه بکنه، روابط علی و معلولی رو پیدا بکنه و بر مبنای اون بره جلو،
به نظر من خشم معلول این هویت فکری است. معلول هویت فکری. علت نمیتواند باشد. آره. چرا؟ به این علت که عرض کردم خدمت شما، از شما میترسم، شما به من ضربه میزنید، برای جبران اون خشمگین میشوم. اما اینکه حالا این خشم خودش یه جایگاهی پیدا بکنه سوای هویت فکری و بخواد حالا روابط من رو اون تنظیم بکنه، خشم منشأ چی میتونه باشه؟ من به خاطر نگه داشتن هویت فکری خشمگین میشوم. به علت خشم رو میخوام نگه دارم که چی بشه؟ یعنی میگی که خشم معلول هویت فکریه. یه بحث حساس و دقیقه. سوال یعنی ببینید چی میگه. من حالا البته اگر اجازه بدید من عرضم رو تموم بکنم که از شما بفرمایید. بعد این دوست عزیز برگشتن گفتن که این آقا نمیشته؟ بله، همون عریضه بنده رو نوشتن که خشم نیست مانند هویت فکری توهم است و واقعیت ندارد، بلکه خشم حاصل هویت فکری است و رسال هازه. خب اگر کسانی برای رهایی زائل نمودن هویت فکری را اولاتر از خشم می‌دانند چنین بکنند. لزومی ندارد به جای سوالی که سوال به جای سوالی که سوال ندارد پاسخ بدهند. اتفاقا من عرضم این است، اگر ما بخوایم به موضوع دقیق نگاه بکنیم، دقیقاً باید روابط علی معلولی رو بسنجیم. یعنی اگر حالا ایشون میگن که خب آقای مصفا میگه خشم اولاتر است، شما خشم رو بگید، میگم نه از نظر لغوی اولاتر غلطه ها. نه نه، من اون چیزی که ایشون اینجا نوشتن رو دارم میخونم. مخالفت لغوی بکنم. نه من اولاتر درست اولا نه خودش صفت تبدیلی و اصلحتر غلطه. اصلح برای اذیت کردن بالاخره بد نیست. بگو عرض من این هست، یعنی اگر ما همین اول کار اشتباه بکنیم، یعنی علت رو پیدا نکنیم و به معلول بپردازیم و معلول رو به عنوان علت بسنجیم، دوباره دچار بازی موش و گربه خواهیم شد که از حقیقت دورمون میکنه. یعنی این که حالا آقای مصفا این رو گفت، حالا بقیه با ما نیم اتاقی بپذیرند و دیگه هیچ فرضی هم دارش نکنند. یه مقداری من توضیح بدم. من قبلا گفتم که تو یکی ما باز کنم رو باز کنم باز کنم باز کنم. من قبلا گفتم که یه جایی هم مثل این دیگه از کتابا توضیح دادم که در سلسله علت و معلول آخرین علت هر مسئله چیه؟ یه تشبیه کردن که نظرم دقیقه. این ابر باران رو آورد. باران تو این گودال جمع شد. این گودال، این آب این گودال مون به گندی. نتیجه این گندیدگی این شد که پشه آناتول ایجاد بشه. آناتول میگرد؟ آناتول. پشه آناتول ایجاد بشه. پشه آناتول نیش در به بدن من. در بدن من یه میکروب ایجاد شد، نتیجه این میکروب تبه. حالا سوال اینه که آیا علت و علت، آیا ما باید بریم دوباره ابر برای معالجه، یعنی برای شناخت علت تبه من؟ درسته که نهایتا ابر بود که ابر باران رو ایجاد کرد، آب رو ایجاد کرد، آب آمد تو این گودال، گودال به دلیل عفونت پشه ایجاد کرد، پشه آمد نیش در من میکروب ایجاد کرد و میکروب باعث تب من شد. اکنون برای درمان این تب من ما رابطه‌ای با عقل نداریم، رابطه‌ای با اون گودال نداریم، رابطه با پشه نداریم. اکنون میکروب باید ببینیم چه میکروبیه در بدن من. این سوالیشون اینه که در حال حاضر آیا اون میکروبی که در ما وجود داره خشم یا هویت یا شخصیت؟ من میگم درسته که در عقل هویت خشم رو ایجاد کرده، یعنی در عقل مادرم به من گفته که تو حقیری، تو بی ارزه ای و باید با ارزه بشی. من یک عمر دویدم به دنبال با ارزه شدن و نتوانستم با ارزه بشم، نتیجتا دچار خشم بودم. ذهنم نسبت به جامعه، نسبت به محیط، نسبت به اون کسانی که من مبارزه میکنم و کردم خشمگین شده. حالا سوال ایشون اینه که در حال حاضر تو علت این که رها نمیشی، وجود هویت یا
یا وجود خشم. من میگم خشم یعنی اینکه اگرچه اون هویت در عقل مثل گوداره بوده، مثل پشه بوده، ولی در حال حاضر میکروبه، میکروب تب من، میکروبه که اطباب رنج منه، وسیله اندوه منه خشم، نه هویت فکری. برای اینکه هویت فکری نیست، وجود نداره، ولی خشم یک واقعیت داره. من یه تشبیه یک جایی کردم اون اینه که اگر یک زمین لرده بیاد و تمام انسان‌های کره زمین از بین برن و من یک نفر باقی بمونم، در یک لحظه ذهنم پاک میشه از هویت فکری. چرا؟ برای که کسی نیست که هویتم رو من بخواهم بر سر او بکوبم و به عبارت دیگه خشمم رو ارضا کنم. من میگم در آخرین تحلیل در حال حاضر علت استمرار هویت فکری خشم. شما چرا نسبت به یک بچه وقتی در رابطه با یک بچه یا با یک دیوانه قرار میگیرید هویت براتون مطرح نیست؟ برای اینکه نمیخواید هویتتون رو بزنید تو سر بچه تا خشمتون رو ارضا بکنید. یه بچه رو شما دوست دارید، یا یه آدم بزرگی که داره میمیره، یه اون شما رو آزار داده ولی میبینه دره میمیره، لحظه دیگه تموم میکنه، شما نسبت به اون هیچ احساسی جز احساس شفقت نداره، خشمتون از بین میره و نسبت به اون احساس ناتوانی نمی کنید، احساس هویت نمی کنید. حالا من اصولا حرفم یه جوریه که راه ها رو نمی بندم. من میگم که اگر فکر میکنید در حال حاضر علت الالت یا علت فعلی خود هویت رو بذار کنار، اگر فکر میکنی خشم رو بذار کنار، اگر هر دو رو بذار کنار، یعنی در جواب پاسخ ایشون یا ایشون من هیچ چیزی رو پایی نمیدونم. من میگم صورت مسئله اینه. حالا اگر صورت مسئله اشتباهه، این اشتباه رو خود شما درونتون میتونید اصلاح کنید. اگر فکر میکنید صورت مسئله خشم رو بذار کنم، اگر فکر میکنید هویت رو بذار کنم، تنها کاری که من میگم، کمکی که ما میتونیم به هم دیگه بکنیم یا هر کسی میتونه به دیگری بکنیم این که سعی کنید برگردید به درون. هر فردی برگرده به درونش. وقتی برگشتیم به درون خودمون تجربه میکنیم همکنون من میخوام خشمم رو ارضا کنم، که میخوام هویت داشته باشم. این رو خودمون تجربه این جواب. البته به نظر من این حرف میکنم بیمعناست که من میخوام هویت فکریمو ارضا بکنم یا میخوام خشمم رو ارضا بکنم. آره. چون اینا سوای از هم نیستن اصلا. احسن. درسته. ببین موقعی که مادرم در کودکی به من گفت که تو بچه بی‌عرضه‌ای هستی، این هویت به من نداد، تصور هویت داد. نتیجه القاء او به ذهن من دو تا چیز بود. یکی اینکه خودم رو ملامت کنم، یعنی من میگم القاء او عین ملامت بوده، یعنی مادرم صفتی به نام بی‌عرضه در ذهن من نمیشد، بلکه کیفیت ملامت آلودگی رو به ذهن من تحمیل کرد، یعنی ذهن من رو واداشت که حقارت و بی‌عرضه رو ملامت کنه و در اندیشه تشخص باشه. و بعد که در اندیشه تشخص افتاد دید که جامعه او رو محروم میکنه از تشخص، یا فکر میکنه این جامعه است که داره مانع اون برای زیر رو تشخص میشه، و اصولا جامعه است که تحمیل کرده کل این ماجرا رو، او نسبت به جامعه هم خشم پیدا میکنه. من میگم خشم و ملامت خود اولا یک پدیده است. من فکر میکنم خشم هم نسبت به دیگرانه، خشم فقط داره ذهن خودم رو میکنه، ملامت هم همینطور، ملامت داره ذهن خودم رو میکنه، و پدیدهی به نام هویت جدا از ملامت ایجاد نشده، بی‌عرضه ایجاد نشده، صفت بی‌عرضه در من ایجاد نشده، تصورش ایجاد شده. آن چیزی که بارهن مادرم به عنوان یک واقعیت به ذهن من تحمیل کرد ملامت، یعنی من رو باداشت خودم رو ملامت کرد. همین الان به خودم میگم چرا نداری توش طرف
این هم چرا از خودت تواضع نشون نداری؟ چرا از خودت شخصیت نشون نداری؟ چرا بارمود نکردی که دانا هستی؟ چرا نادانی کردی؟ تمام اینها دنباله همون یک مادر رو در کورتی رو میگوار کرده. همه از جامعه میترسن که میبگه متکبره، شارلاتانه، نمیدونم. یعنی در حقیقت من خودم رو دارم بلا انقطاع ملامت میکنم بابت یک تصویر. حالا ایشون میگن که تصویره اصالت داره، من میگم ملامته که با خشم یک پدیده اصالت داره. حالا اگر میگیم بحثی نداریم، میگیم هر دوش اصالت داره، هر دوش اصالت نداره، یکیش اصالت داره، من میگم برگرد به درون خودت. وقتی درون خودت به درون خودت برگشتی، حتما دیگه اصلا زائده، حتما فقط یک تئوریه. مثل اینکه من مثلا به شما بگم که در حال حاضر حتما مثلا مثل اینکه که بگم تو گرسنه‌ای، یه چیزی داشته، یه همسایه ما داشته، من در میگم این ماشینش کن بود، یه ماشین برده بودا بیشتره بود، سر ما رو ارتر میگذاشت، رو بگیم ماشین داره موامو میکرده، در بسیم موام هم بر، حالا این طوری مثل این که این رنگان که من گرسنه بگم نبا گرسنه نیست. وقتی ما برگشتیم درون خودمون حس میکنیم که این خشم در من یا هویت، این ملامت، حقارت، ترس چیه؟ مهم برگشتن به درون. میتونم صحبت کنم؟ بله. نه مصطفی، کل به بحث شما هفته اون هفته هم در مورد این بود که نگرش شما نسبت به موضوع از چه بُعدی باشه که بتونه مفید باشه. حالا من صحبتم اینه که صحبت شما در واقع اینه که چون هویت فکری، چون من شما در واقع صحبتتون، من میخوام به یه بیان دیگه مطرح کنم. یعنی در تایید حرف من یا در رد یا در تایید، در تایید یا اضافه کردن اگر مساله. خب ولی حرف اضافی نداره. نه چرا، حالا من یک موضوع اضافه میخوام بگم. خب بگو. بریم صحبت اینه که من و خشم، ما میگیم به هر حال دو تاشون برای انسان الان مطرح هستن، مطرحن، نه اینکه وجود دارن. خشم و ملامت. بله، خشم و من، خشم و هویت فکری هم، یعنی چی؟ آره، هم مطرح هم وجود دارن. بله، مطرح وجود دارن. یعنی که جامعه به من میگه که تو حقیری، بله، تو شارلاتانی، بله. من خودم رو ملامت میکنم بابت شارلاتان بودنم. بله، درست. خب ببینید، از دید شما که یک شخص ثالث هستین به این ارگانیسم، خب شما واقعا خشم رو میتونید ببینید، میتونید برید تو آزمایشگاه مقدار آدرنالین توی خون من رو آزمایش کنید و اون میزان خشمی که در وجود من جریان داره رو میتونید شما ببینید به عنوان شخص ثالث. شما میتونید دقیقاً این قضیه رو، ولی هویت رو نمیتونید، ولی هویت رو شما نمیتونید ببینید، به خاطر فقط یک چیز ذهنی تصوره. راست میگه، اینم خوب بیان میده. شما از این بود به صحبت من از آره من از این بود صحبت میکنم. درست میگه. ما میدونیم فعالی که در این، وقتی شما من میگید که حقیر مادر کلفت ما بود، شما میتونید فعل انفعال فیزیکی که در من، بیولوژیکی که در من ایجاد میشه حتی اندازه بگیرید. من چنینه تو آزمایشگاه میزان خشم رو اندازه میگیرم، یه انرژی در من ایجاد میشه که بهش میگیم خشم. ولی هویت چیه؟ یه تصویره، یه تصوره. من میگم خشم وجود داره، ولی اگر من نیندیشم که چون مادرم کلفت بوده بنابراین من یک هویت بی‌شخصیتانه یا بی‌عرضه دارم، این هویت کجا؟ من میگم فقط تصوره، یک تصور تعمیقه. ولی ایشون باز حرفش یه مقداری قابل تعمله، میگه که تو اگر تصور هویت داشته باشی خشم هم ایجاد بشه. بله درسته. یه مقدار تقریبا مثل اینه که میگن که مرغ اول بود یا تخم مرغ. نه درسته، دو تاشون توأمن آقای مصطفی. دو تاشون توأمن. آره. تو مسئله اینجاست که منی که از دید این ارگانیسم دارم به قضیه نگاه میکنم، وقتی دارم از دید یک شخص ثالث به این ارگانیسم نگاه میکنم، اینجا یک تفاوت وجود داره. وقتی از دید این ارگانیسم داری به من فکر می‌کنی، من رو یک واقعیت می‌پنداری، آره، یک واقعیت تصور می‌کنی. آره. ولی وقتی همین ارگانیسم به خود خشم دوباره نگاه می‌کنه، آره، چون اون خشم از دید شما شخص ثالث هم یک واقعیته، یک دید واقعی‌تره. آره، راست میگه تا خوبیه. ولی آقای مفیدی سوال دیگه هم کرد، میگه خشم یک پدیده نامطلوبه، چرا ما در خودمون نگه می‌داریم؟
یه سوال، چرا ما نگه میداریم خشم؟ همه یه حد اینه که خشم من مثلا خشم میگه که یه حالا یه نمیخواد نگهداریم، میخواد تخلیهش کنیم. ما نمیخواد خشم رو نگهداره، ما سریع میخواییم تخلیهش کنیم خشم. چون یه وسیلت برای رسیدن به اون فرض ماشین و مبل چرا اصلا وجود داره؟ چرا میتونم چرا اصلا وجود داره؟ که بخوام تخلیهش اون وجود مقدار زیادیش فیزیکیه، برای اینکه میمونه سمت و بدن آدم توهین میشه تا ساعت ها آدم یه توهینی بهش شده میبینید اون توهینه رو اصلا فراموش کرده، ولی ساعت ها مثل سیر سرکه میجوشه آدم، چون فیزیکی هم دچار خشم شده. من کاش علی اینجا بود تا اون جواب رو میداد. آره ببین، اگر یه نفر به من گفت که ایشون میگن که یه نفر به من گفت که تو مادر کلفت ما بوده، در من خشم ایجاد شده، میگه شب موقعی که میخوای بخوابی اون خشمه رو هی داری نشخوار میکنی، ولی اینی که به گفت مادر کلفت ما فراموش کردی محاله. من تا زمانی که میاندیشم که به یاد خودم میارم که تو به من گفتی مادر کلفت بود، خشم ایجاد میشه. اگر من از هم اکنون هم در بند این نباشم که مادرم کلفت بوده یا خانم بوده یا ارباب بوده، خشم در من ایجاد نمیشه. بعد هم توش فکر نکنم خشم در من ایجاد نمیشه، یعنی خشم واکنش فکر. اول من فکر میکنم شما به من اهانت کردید، بعد خشم ایجاد میشه. صحبت آقای مفیدی هم همین بوده، آقای مصطفی دیگه ها، صحبت آقای مفیدی هم همینه. ببخشید وقتی میگی من فکر میکنم یعنی چی؟ هویت فکری. آره مثلا من شای خشم من اول من فکر میکنم حقیرم، بعد بلافاصله عصبانی میشم. شما من اهانت میکنید، من میگم که این به من اهانت کرد. من از این بوده دیگه باز موضوع رو نگاه میکنم. اولا در حال حاضر برای وانهادن، برای رهایی، من میگم اگر از خشم رها بشیم آسان تره، یا اگر از تصویر هویت رها بشیم. از خشم نمیتوانیم رها بشیم. اگر از خشم نمیتوانیم رها بشیم. سوالی؟ یه سوالی، یه هر کنون میخواستم چیزی که اینکه ما میخواهم بگیم خشم خوبه یا بله، اینکه تنها چیزی که بله هویت فکریه. خشم یه چیز غریزیه که در ما بوده و یه چیزی برای ادامه بقای ما، مثل وقتی ما میترسیم یا خشمگین میشیم بدن ما آماده میشه برای یک فرار یا حمله. آره یه اصلا بحث چیه که ما این خشم حالا باشه، چون ما نمیتونیم اینو منفکش کنیم، نمیتونیم تقویتش کنیم. هست بهتر اینه که اون چیزی که زاهده هویت رو عبیق ببریم، بعد اگه لازم شد خشمگین میشیم، اگه لازم شد خوشحال میشیم، اگه لازم شد میخنیم. اینا چیزایی که تو ما هست و ما دارم. من مثلا 5 دقیقه میتونم صحبت کنم. 5 دقیقه؟ خیلیه. خوبه. آره. اونایی که میگن یه دقیقه 5 دقیقه میذارم. من نمیدونم. آه شما نمیشنوید. اینجا. 5 دقیقه صحبت. یک چیز یه موضوعی ازش آه بیا انجام میشه. یه چیزی از بعد وقتا مثلا به یه نفر میگن تو 5 دقیقه اجازه بدید صحبت کنید. تو 5 دقیقه اجازه بدید صحبت کنید. این 5 دقیقه اجازه داری یعنی چی؟ اگر من مطلبی برای گفتن دارم مفیده، به نظرم یک قرن باید این صحبت کنم. اگر مفیده یک ثانیش هم داری نه؟ حالا هر چی دارم میخواستم. من به عنوان یه آدمی که کتاب شما رو خوندم، کتاب های بزبقیه رو خوندم، یه سری مکتب های دیگر رو خوندم و حالش خیلی خوبه، من حالم خیلی خوبه. میخوام که یک سری صحبت های جای دوستانم میکنم بکنم، ببینم شما نظرتون چیه، بقیه هم بشنم. ببینید مثلا من این طبیبم، یه مقدار زیادی راجع به چی میتونم اظهار نظر کنم. ببینید شما میزبان من، من میهمان شما، درست؟ امشب شما رو دعوت کردم، من میام منزل شما، میام منظر شما و شما اصلا ما رو تحلیل نمیگیرم. نه اصلا ما رو تحلیل نمیگیرم. ببین اگه که من با هویت فکری بخوام با تو برخورد کنم، قضیه این میشه تو به من احترام نمیگذاری، من به تو خشمگین میشم چون که تو به من احترام نمیگذاری، و من نسبت به خودم خشمگین میشم چون که من لابد یک موضوع قابل احترام نیست. پس یه جریان حالا اسمش خشم میگذاریم در من شکل میگیره. اما اگه که من با هویت فکری با این قضیه برخورد نکنم، میدونی قضیه چطور میشه؟ قضیه اینجوری میشه، من میام پیش تو، تو من احترام نمیذاری، ها؟ من اوکی،
چقدر هوا خوبه امشب، چقدر باد خوبی میاد، ماه چقدر قشنگه، این عکس ها چقدر قشنگه، یه موزیک بذارید گوش کنید، شما حالتون چطوره؟ خوبی؟ دو ساعت میگذره، بای، خدافظ. اصلا چیزی از شما در من نمیمونه، هیچ، چون که چیزی در من نیست که تو بهش تو میکنی، هر چی که به من بخوای بگی رد میشه از من، اصلا چیزی تو من نیست. من این مثال یه برای دوستان میزنم، میگم که فرض کن یک گوشت اینجاست، درست؟ یک گوشت اینجاست، یه گربه اومده این گوشت رو برداره، من با مشت میزنم به این گربه، گربه اکثر عملش چیه؟ چون که گربه من دارم مثال هم موجودی که واقعیت فکری نداره، یه حیوان دیگه، گربه میگه در من کن. بعد میگه یه گوشت دیگه کجا میره بالو؟ اصلا نه این شخصیت من چی شد؟ به من چرا تو هم شد؟ اصلا من کیم؟ اصلا من یه وجود قدر یک کس پشت رو من یک موجود زنده، یک سری نیاز دارم، غذا میخوام، یک سری نیازهای درونی دارم، دنبال اون نیاز هم دوشون نده خود که محکوم کنی به خاطر نیاز هم. غذا میخوای؟ برو تهیه کن. ماشین شیک میخوای؟ برو تهیه کن. چی میخوای فکر میکنی بعده؟ اگه نیازش تو تا هست برو تهیه کن. من یک بار باید مصطفی گفتم آقای مصطفی این مولوی اگه الان بود چی کاره بود؟ مولوی رو در قرن اینترنت و موبایل و موبایل واسه من ترسیمش کن. این آدم آیا توی نازی آباد بود؟ آیا تو دروز بود؟ آیا توی نیویورک بود؟ کجا بود؟ آقای مصطفی به من گفت من نمیتونم. ممکن بود خلبان بود، ممکن بود بقال بود، هر چی بود خودش بود. من یه چلنجی که با بعضیا دارم من اینه، و وقتی باشون صحبت میکنم یارو میگه آقا من دارم میخواد پرشیا داشته باشم، من موبایل میخوام دست بگیرم، میگم بقیه دلت نمیخواد خب برو بکن. ما همش فکر میکنیم صحبت های مصطفا یعنی اینکه آقا بشین و بدبختی بکش و همینجور با فقر و نون و تنین نخواه هیچی. نه آقا بخواه سر خواستنت خودت هم محکوم نکن. متوجه هستم هستیم؟ حالا یه سری چیزای موازی من میخوام براتون بگم. ببینید مثلا یه گروه موسیقی هست به اسم پینک فلوید، اینا 35-6 ساله که دارن میخونن، جوانی هم میشناسیم خیلی هاشون. یه سری ترجمه شعراش من اگه بخونی اصلا من یه آقای مصطفی خوندم، آقای مصطفی اصلا تعجب کرده که چطور ممکنه تو انگلستان یه عده چهار تا پسری که تو کمبریج درس خوندن حرفی آقای مصطفی رو دارن میزنن. من ترجمه سه چهار تا شعراش رو براتون میگم. یکیش آهنگ The Time مال آلبوم The Dark Side of the Moon که توی گزارش هفتگی هست، آهنگ تیک 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 دنگ گزارش هفتگی، اون مال پینک فلوید آهنگ The Time میگه که تکه تکه بی‌دلیل تباه میکنی ساعتها را، سگدو میزنی بر تکه ای از زمین زاد راحت، با امید کسی یا چیزی که راه را نشانت بده. این حرفای شما به دنبال تیر شروع مسابقه را نشنیده ای. اون مسابقه که میخواد شروع شه یه تیر میدنن دیگه، میگه تیر هم نشنیدی اما باید بده، تیر هم کسی نزده باید بده. به دنبال چیزی مثل خورشید که در روبروی تو فرو میرود و باز از پشت سرت بیرون میاد، هرچی که دنبالشی، هرچی که دنبالشی مثل خورشیده، تا میای بهش برسی میره پایین. مولوی شعر داره میگه مرغان بالا پران و سایه اش میرود بر خاک پران مرغش، ابلهی صیاد آن سایه شود، میرود چندان که بیمایه شود، بیخبر کان عکس آن مرغ هواست، بیخبر که اصل آن سایه کجاست. دنبال سایه هاییم. یه شعر دیگه داره حال آلبوم بیشگوهرگیره پینک فلوید، میگه که بیاد بیاور، چون این کودک یه چیزی که ایشون خیلی روش تاکید دارن، میگه بیاد بیاور زمانی که کودک بودیم، می درخشیدی همچون خورشید، بچه ها در حال هم دیگه، شما بچه تو دعوا میکنی الان داره گریه میکنه، بعد میگه ببین اینا میخنده. چرا؟ چرا میخنده یهو؟ چیزی توش نیست، اصلا چیزی توش نمیمونه. میگه بیاد بیا زمانی کودک بودی می درخشید مثل خورشید،
در زمان حال سیاه‌چال آسمانی بیش در چشمانت نمی‌بینم. این جمله‌ش رو می‌خوام براتون بگم. در تیراندازی میان کودکی و ستارگی به دام افتاده ای شهید. کودکی یه سری چیزا واسه ستاره کردم. در تیراندازی بین کودکی و ستارگی به دام افتاده. آقا تو بچه‌ای باید بشی دکتر و باید بشی متعهد. مهندس باید مرد متعهد بشی، باید مردی باشی که خیانت نکنی، تو بایستی آدمی باشی که مطابق نرم جامعه زندگی کنی، تو باید باید باید، اما تو باید بدونی که باید و نباید وجود نداره. اصلا باید و نباید وجود نداره، اصل عدم قطعیت من بهش اتفاق دارم. هیچ باید و نبایدی نیست. شما یه تعریف درستی از اخلاق برای من بکنید. اخلاق چی چی؟ اخلاق اینه که شما الان با کشف تشکیل بردین داخلی آلودگی رو خیلی شهر کثیفی داریم و بردین تو بعد همه اینجا نشستیم. خب این نظرم بی اخلاقیه. من توهین هم نمیشه که بگم آقا مثلا شما دوست داشتی با همش مهمی لباس هم میشیدم، ولی به نظر شما درسته این کار؟ شما که میگی من از نظر تفکر زاهد مثلا خیلی راحت هم. خب ببینید به نظر من، ببین من از نظر خودم چون تو رشتم حالا رشته که مصطفی گفتن این کار از نظر من اشکالی نداره. متوجه ارزم هست. شاید این به خاطر این دانستگی من به این فضیه باشه. چون هست شما که پزشکی گفتون رابطه بوجود فکر من بودید؟ نه اولا من بلی فرد شم. من فقط اومدم دو کلمه صحبت کنم که بگم پنجشنبه بیا بگم که یک سری آدم های دیگه ای جاهای دیگه وجود دارن که همین حرف ها رو به شکل دیگه دارن میزنن. متوجه ارزم هست. این دوتا مثال رو خواستم خودم بزنم که اگه من دارم اشتباه میکنم اون مثال گربه و اون مثال شما میزوان من هستی، اینا چیزایی که من به صورت نموداری تو ذهن خودم دارم احساس میکنم حرفای آقای مصطفی دقیقا اینه. و آقای مصطفی اصلا منظورش نیستش که شما مثلا نباید بخواید، شما باید فقیر بمونی، شما متوجه هستی؟ من میگم سایه رو نخواه، سایه رو نخواه، تصویر رو نخواه، نیازات هر چی رو که نیاز حس میکنی اون مالش. اون پنج دقیقه بودم شد خود عنوان تفکر زائد خیلی گویا. هر کاری دلت میخواد بکن تفکر زائد نکن. چه منطقی، چه دینی، چه اخلاقی، چه آیینی توصیه میکنه، یعنی تجوید میکنه که من بیاندیشم که معلم کلاس اول ابتدایی به من گفت پوسان معلم، مثلا فرض کنید فلان همکارم رئیس بود، من پیش خدمت بودم، اگر پیش خدمتی خوب نیست نباشه. میگم اکنون برای چی من دارم فکر میکنم، برای چی دارم فکر میکنم که مادرم کلفت بگرد بود یا میزن میکنم، چرا خودم رو مراقبت میکنم؟ همین بحث اینه که تفکر زائد نباشه. وقتی تفکر زائد نباشه که اومد میشه که اصالت کلی من نمیگم این کار رو بکنم، اون کار رو نکنم. تفکر زائد یک پدیده مخرب و برای چی داشته باشیم؟ نه مسیحیت تجویز میکنه، نه اسلام تجویز میکنه، نه بودا تجویز میکنه، نه کلمی تجویز میکنه. هم هست اینه اینجا ما صفا ببخشید من اجازه یعنی دکتر یه صحبتی کردم، من واسه اینو یه خود بازش کنیم چون سوال مولانا رو کردم و جهان امروز. من یه اگر مولوی امروز بود چه کاری بود؟ نه همون این راجع به این من چه میدونم؟ نه من چه کاری بود؟ کاربرد حرفش در جهان امروز می‌خوام به چه صورتی، یه نکته کوچیکیه. آره ببینید ما یه جهان درون داریم یه جهان بیرون. خب در جهان درون انسان خب ما نیروهایی داریم به نام خشم، خشم و غضب و شهوت. خب مولانا بیشتر رو این تکیه کرده رو که این نیروها باید ماهار و کنترل و هدایت بشه اصلا به جهان بیرون. خشم و غضب و شهوت، مثلا خشم و شهوت مرد را احول کند، استقامت روح را مدن کند. در یاد به خشم و شهوت اشاره کرد. خشم و شهوت حالا غضب هم با خشم با یکیه، تو یه مایه است. شهوت هم با هر دوش یکیه. شهوت یعنی خواستن که برای انسان اولا تحمیل شده، ثانیاً اختیار انسان از دستش میگیره. خب حالا همین نیرویی که من از خب خدمتتون سوال کردم که چیه؟ من میخوام بگم مولانا حرفایی که زده یا
بیشتر مال تربیت این نیروهاست. یعنی خشم و غضب و شهوت باید تربیت بشه. خشم و شهوت برای باید تربیت بشه. من نمی‌دونم جایی ولی خونده که این استناد میتونید بکنید که به یه حرف مولوی که جایی گفته باشه که خشم رو باید تربیت کرد یا جهت بهش داد، جهت مفید به نوعی تو ادبیات عرفانی هستش آقای مصطفی، به نوعی تو ادبیات عرفانی هستش که مثلا میگن غرایز، حالا اسمشو حیوانی میذارن، غرایز حیوانی مثل خشم و شهوت اینا رو شما باید مثل یه اسب رامشون بکنید که سوارشون بشی ازشون استفاده بکنید. یه همچین چیزی هست به بله فرزادی بود. مولوی که من به هر حال راجع به این موضوع نمیدونم مولوی گفته هدایت کنید یا نکنید و اصلا وارد این موضوع نمیشم. من میگم که تفکر زائد رو بذار کنار. وقتی این تفکر رو گذاشتی کنار، این پشت وجود رو که تو رو ناهرس کرده، من اصالتت به بگه این کار رو بکن اون کار من. شما در مورد سعدی این شعرش قبول دارید که میگه خور و خواب و خشم و شهوت شبق از تو جهل و ظلمت؟ شبق نمیشه شبق 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 تیران مرغ دیدی که ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی تیران آدمیت. این شعر رو شما معنیش رو خودتون میدونید، معنیش واضحه. تیران مرغ، تیران مرغ دیدی که ز پایبند شهوت، ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی تیران آدمی هست. و اتفاقا این خلاف حرف اولته، میگه که تو از مرغ هم بگید از خودت از پایبندی شهوت رها بشو تا پرواز کنی. نه؟ همش معنی میده؟ میدهدن همون حرف دید، یعنی باید تربیت بشه بید. یعنی نه تربیت بشه، نه از خودت تفسیر نکن. در آی معنیش تربیت چیز، یعنی خودت رو راحت کن از خشم شهوت، یعنی آزاد شد نه تربیت کن. تربیت هم آزاد شدنه، معنیش شما شد باید معنیش اونه خواهد. تربیت هم آزاد شدن رو فرق نمیده. من نکته ای که بخواستم به ایشون بگم، جهان درون با بیرون و تکنولوژی مربوط جهان بیرونه. شما کنترل مثلا شما حساب کنید زلزله یا سیل یا همین اینترنت که ایشون میگه با خاطر اعتراض جهان، خب اینا مسائلش به بیرون مربوط است، ارتباط به درون نداره. ما درون رو باید درست بسازیم اول، بعد بیرون رو. آره بسازیم که کلمه قشنگی نیست. میل به ساختن اصلا خودش مشکل. آره مشکل ایجاد می‌کنه. ساختن یعنی میدونید آخه شما در تعبیر شاید مسائل و مفهوم غذایی یه خود اشتباهی هست. ساختن یعنی که کار کنیم خودمون، کار کنیم. آره مثل ورزش. آره کار کنیم، کار کنیم خودمون. آره جدی بگیریم، جدی بگیریم. آره این مسئله است، یعنی باید پایه و بیس کار کنید. مثل ورزش که شما نیروهای درون، نیروهای فیزیکیتون رو ورزش میدید، نیروهای درون هم باید به ورزش، یعنی تعمق، تفکر. شما چرا هیچ سوالی نمی کنید؟ روز نمیشه؟ ها؟ سوالی نمی دارید؟ کتابا رو خوندید؟ کسی هست که کتاب تفکر زاد نخونده باشه؟ شما خوندید؟ بله. من یه سوال دارم. من کریشنامورتی زیاد کریشنامورتی رو خوندید؟ یه جایش سجر عمل برای مشکل بود. مثلا رجوع ترس میتونم سوال کنم؟ سوال؟ یعنی شما میتونی کمکم کنید رجوع به ترس؟ کمکتون کنم رجوع به ترس؟ که این نفت ترس و ترس اگر ترس دارید از من بیاره؟ بله. نه کمک نمی کنم. مگر اینکه کتاب ها رو کنیم. راجعه مکانیزمش کنیم. مثلا میخوام صحبت کنم یادم بگیرم. بعد من دارم میگن عجب آدم بیریم مثلا فرض اون استاد ناستاده. ترس من ناشید اینه که شما کشف میکنید که مادرم مثلا انبم کلفت خالم. ترس من ناشید از اینه که شما کشف میکنید من گرامردارم. حالا اگر من اهمیت دارم به اصلا وجود انسان از طریق اینکه این انسان‌ها دارن به من ستم میکنن، چرا من باید وابسته به قضاوت شما باشم؟ چرا باید وابسته این باشم شما به من بگید شارلاتان یا غیر شارلاتان؟ اون یعنی دیگه از شیر مثلا من میترسم دیگه، اون دیگه نمیشه کارش کرد. طبیعی باید شما باشید. شما یه صحبت کردید که دارم من انگار که نبارو بگید من بارها بگید دارم از شیر باشه از شیر نمیترسم. از این میکردن که من اصلا کرد کنم دیگه
به میزانی که اتوریته در وجودتون پنجش ضعیف بشه اهمیتش را در ترس هم ضعیف‌تر بشه. من فکر کنم هفته آینده درباره این موضوع صحبت کنیم که موضوع مهمیه که این ارزش‌های اجتماعی چگونه درجه بندی شده هست. یعنی که اگر مثلا یه نفر به من بگه که تو شارلاتانی باید این که یه نفر من بگه تو کلا نه بگه مثلا فرسون یه نفر من بگه بی‌ناموس تا یه نفر من بگه احمد این از نظر میزان حساسیت من متفاوته. این تفاوت‌ها رو چه چیزهایی ایجاد کرده؟ من فکر می‌کنم بررسی این یک مقدار زیادی کمک می‌کنه به گسترش آگاهی که چطور شده که یه ارزش مثلا درجه حساسیت و اهمیتش اینقدر یه چیزی قدره. مثلا اگر یه نفر من بگه تو کلاهبرداری اونقدر ناراحت نمی‌شه که یه نفر مثلا منو فریب بده یا مثلا من در موقعیتی قرار بدی که احساس ناتوانی کنم. آیا مثلا بعضی وقتا خود آدم چون مثلا اون ضعف رو داره مثلا فرض کنید که دزدی کرده اون آدم بیشتر از کلمه دزد ناراحت میشه ولی یه نفر که صداقت مثلا آدم امینی هم هست بهش بگن زیاد چون مطمئنه به خوده زیاد مثلا قدیم یا مثلا شجاع باشه میشه میگن ترسو زیاد من این آره توضیح دادم حرف ایشونه که اگر من درونم شجاعت داشته باشم به معنای واقعی فضیلت به معنای واقعی داشته باشم اگر تمام دنیا هم به من بگن ترسو بی فضیلت بی ارزه یا هر چیز به من رو من اثر رو میداره او سوال کننده ها زیاد شده که بینم چی میگه؟ بازا من جلسه اول هست میام میتونم سوال اول جلسه هست؟ کتاب خوندی؟ من کتاب تفکر زاهد چندین بار خوندم ولی که بقیه کتاب ها نه هم آگاهی هم بخون ولی میتونی سوال کنید من نازه میشه های ترسی که با تفکر زاهد شما خالد برنیشتونی که یک واقعیت درسته یک واقعیت آره مثل خشم یه آمیخته از خشم ملامت به نظرم اندوه ملالت یه مجموعه حالت نامطلوبه. درست بعد توی کتاب تفکر زاهد شما ترس رو راهکاری برش مشخص نکردیم یعنی گفتیم ترس در بچه به طرز مثال ایجاد میشه و بعدش هم که دیگه تموم شد حالا خطری بود و اینها وقتی خطر برکنم عاملی براش وجود نداره من انسان خردمند چرا باید دچار خشم باشم؟ جواب تو دارم به خاطر خاطر روزی ممکنه بود نباشه ولی من توی یه جنگل پرس کنیم تا تو ممکنه خوابم نداره به خاطر یکی دیگه که الان گل رو نهد از این هست با خاطره زنده بشه اونا خوبه چی میگن؟ یعنی تداعی معنی بشه من گل میشیدم این دیگه ولی تا صبح خوابم نمیبره هر اون امکان میدم که گل بزنم اون درست هم آره این آقا درسته اونم باید باشه فکر نکنم من نبی باشه مثلا انابی حالا تو رو دیگه اولا همه این مثالایی که ما میزنیم در زبارا رو میگیریم برای اینکه خوب روشن باشه به ایلا من در اون رفیش من با گل مواجه نمیشم با شیر مواجه نمیشم آدم ها خطرشون از گل بیشتره شما مثلا شب خوابیدید یه گل میاد بالا سرتون با چاقو و با خاد و با اصلای و در منظوری که خاطره هم باعث ترس میشه یعنی در واقع خشم و ترس اینا همه فکر هست همه اینا بازی جایی معلوم فکر هست و ببینید شما وقتی میگه خشم تو بذار کنار من یعنی فکر کدوم قسمت فکر من به من بگه که کمک کنه خشمم رو بذارم کنار من خود خشمم بود لحظه ای که خشم بینم تمام فکر من خشمه حالا کیه اون کسی که میاد کمک من که این خشمو بذاره کنار اون چیه؟ آگاهی اون آگاهی کجاست؟ اون چجوری میشه تو رو درش کنم؟ و همین الان داریم توصیه میدیم دیگه اما شما بدونه خشم چیه؟ خودش آگاهی چیز
ولی وقتی من خشم میگیرم اونو نمیتونم بفهمم. آقای قربانی شما جواب این خانم رو بدید ببینید چی میگم. من متوجه نشدم. گوش نمیکردید. حالا میگن که من مثلا خشمگینم، چه کسی میتونه من کمک کنه که این خشم رو بذارم کنار؟ حالا من یه تجربه از خشم همین الان من بگم. با این دوست بجرد شسته بودیم ایشون صحبت کردن، من احساس کردم که صحبتشون مفید نیستن، یعنی چیز جدیدی نمیگن. حالا به حال اصلا یادتش احساسشم خشمی شدن با هم شدم ایشون هم شد. بعد زمان صحبت ایشون بودم گفتم ناخون من قلبرده خشمی نبودم، ولی الان ایشون یه حرفای حد زدن به حال باب میده من یه دفعه درنا خشم میگرد شد نبود قبلش. ایشون هم نمی‌تونه یکیشون هم نمیشد به اون صورت که نسلشون باقی نمونه که اون که مونده ماشاءالله 6 میلیارد آدم داریم روی زمین. پس این هم نیست، نسبیه. ایشون هم شاید اون مسئله نسبیه، نه نسبیت همیشتر اون نسبیت دیگه. حالا مثلا شاید این مثلا میکروبی بیاره همون از بیرون، شاید هم نیاره اومده ایشون. یا قرما خورده بود اون قضیه که میگه رو تخورده که کنن من رو برد صحبتی که از دل برنیاد در دلم نمیشینه. الان شما اگه تفکر ازدارت داشته باشی مطمئنه من اینجا نیستم، چون شما اینو گذاشتی کنار خیلی من بیشتر جذب میشم. درسته وقتی یکی سیگار میکشه و بچهش میگه سیگار نکشی اصلا هفت چرته دیگه. درسته اون خشم اون بچه هم میشه میگه برو تو داری سیگار میکشه و هم میگه سیگار نکشه. خشم خود رو بیان مصفر من احساس میکنم خشم هم به خاطر اون که شما برای ایشون اتوریتی ایجاد کردید. گفتم که چون که ایشون دکتره دلیل نمیشه من 5 تا حرف بزنم در ذهن همه بشنوند. اتفاقا همه گوش کردنش که اعتراض کردن. من جای دیگه دیدم که خیلی از دوستان صحبت میکنن دوباره دیگه اعتراض میکنن، چون ایشون اعتراض کرد. بعد کدام کسی برای ایشون صحبتش که اعتراض نکرد؟ حرفاش قشنگ بود، صحبتش اصلا خوب هم نبود از نظر من. خودم دارم میگم آبه. یعنی داری اون رد دارم آبه. خودم بررسی میکنیم. دارم میگم. اما در ببینید یک سلوات به تو. یا به دو مرد.
یکی معمولا توی دعوا میگه بابا صلوات بفرست صلوات بفرست یکی معاش یکی ختم جلسه ختم جلسه به این معنا که دیگه دو ساعت بریم با یه تیر دو نشون من خودنوایی میکنم بعضی از روزها جلسات گذشتم یا آقای بود دیالون میزن دیالون میگن دیالون بیانون باید خارجیه میتونیم آره بیانون حالا اگر کسی میتونه مثلا مصنوی نه قشنگ بخونه یه رفت مصنوی بخونه و دیگه بحثمونو خاطره بدیم میتونه مصنوی بخونه یه چیز آقای یه مصنوی چون مصنوی نداریم نه چون قبل از این قضیه چیز شده بود این خانم سوال کردن و شما افتید یکی جواب بده برسود من خواستم به خاطر این خانم سوالی داشتن بگم که یه سوالی کردن که شما گفتید کس دیگه جوابشونو بده اون سوال جواب داده نشد کدوم سوال همون سوال در تو ترس ترس هم خواهد آها هشت مدر آره سوال هم چیز من حالا هفته آینده هفته آینده رو شما جواب چه بپاکی بکنم کسی میتونه مصنعی بخونه من بخونم استاد یا مثلا بخونم بخون برای راحت یا از حافظ یا از مثلا مصنعی قشنگ با سوال یواش که با مدرش نمیشنوی یواش که با مدرش نمیشنوی منظورم با صوت ها؟ نه صوت نه ولی فکر میکنم ارزش شنوشن صد هزاران دام و دانسته خدا ما چو مرغان حریص و بی‌نوا دم به دم پابسته دام نوییم هر یکی گرباز و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم می نیندیشیم آخر ما به گوش کیم خلال در گندم است از مکر نوش موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است اول جان دفع شر موش کن وانگه اندر جمع گندم کوش کن بشنو از اخبار آن صدر و صدور لا صلات تم الا بالحضور ار نه موشی زود در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست ریزه ریزه صدق هر روزه چرا یه امینایت در این انبار ما برکرده اون شعر پرمرده شده بشنو از اخبار آن صد و سرور لا صلات تم الا بالحضور حضور به نظرم یکی از زیباترین و پرمحتواترین کلمات یکی حضور یکی توجه هست میدونم در اسلام معادل اینها چیه؟ حضور با کلمه حضور آمده ولی توجه چیه؟ معادل مراقبه کلمه چیزه به نظرم؟ خودی سلات دوشش توجهه کلمه سلات یا دوشش توجهه اگر این طور باشه خیلی نماز من این توجهه بزرگ من الان نماز رو تفسیر کردم که انشاءالله چاپ میکنیم و پخش میکنیم بین دوستان دوباره که نماز میکنم نماز میکنم خب دیگه Thank you.